بینندگان عزیز، با سلام بر شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز دوشنبه 24 خرداد 1395 و برابر است با، اجازه بدید من این آقای سعیدی هست بهشون بگم که لطف کنن ساعت 3 بعد از ظهر با من تماس بگیرن، چون امروز ساعت 2 بعد از ظهر میریم انگلستان و با بانوی عزیزی به نام خانم گیتی کاوه صحبت میکنیم. مدت های مدیدی است که من ایمیل های اینها رو میگیرم به نام تریبون آزاد و برنامه مختلفی که در انگلستان میذارن، ولی هیچ وقت این شانس رو نداشتم که با ایشون صحبت کنم تا اینکه مقاله ایشون نوشت در رابطه با محمد علی بوکسور، هنوز ما بهش میگیم محمد علی کلی، و اون من رو به اصطلاح مجبور که نه مایل کرد که با ایشون صحبتی داشته باشم. اجازه بدید الان تماسی بگیرم. آقای سعیدی شما هم لطف کن 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، و من یکم گیج شدم، شما قرار بود چهارشنبه ها باشی، بعد رفتی چند هفته اصلا پیدات نشد. و آمریکایی‌ها یه چیزی دارن میگن که out of sight out of mind، یعنی چون از چشمم رفتی دیگه از خاطرم هم رفتی. ایرانی ها یه چیزی دارن، از بس تعارف میکنیم و دروغ میگیم، میگی شما ممکنه از نظرم بری ولی از دلم که نمیری. خدا بگم این تعارف رو چیکار کنه. خب این هم شماره ایشون، ببینیم که بله هستن، تماسی بگیریم. من معمولا این تماسای بین المللی و اینها رو با اسکایپ استفاده میکنم، سرویس تلفنش پولیه ولی تلفن سرویس. الو خانم کاوه، سلام. ممنونم، شما چطوری؟ متشکرم، مرسی. بسیار خوشحالم که مهمان برنامه ما هستید. من به دوستان گفتم که من مدت‌های مدیدی است که نوشته های شما رو میبینم، ویدیوهاتون رو گهگاهی میبینم، کنفرانس هایی که میذارید، برنامه هایی که دارید بسیار جالب، ولی هیچ وقت شانس نداشتم که با شما صحبت کنم. امروز خیلی خوشحالم که شما با ما هستید و میخواستم اگر لطف کنید درباره اون مقاله‌ای که نوشته بودید، چرا مرگ یک مسلمان مرا غصه‌دار کرد، یه مقداری برای من و دوستان توضیح بدید. مقاله جالبی بود، ولی خب یه سوالایی پیش میاد، مگر قرار مرگ مسلمان ها من و شما رو داغدار نکنه؟ یا اگر کسی میمیره اولش بپرسیم دینش چیه بعدن غصه‌دار بشیم؟ لطف کنید یه مقداری درباره این مقاله صحبت کنید، بعد اگر شما اجازه بدید درباره تریبون آزاد و اون شعار خیلی قشنگی که روی لوگو هست، نوشته اتحاد در عمل، اختلاف در عقیده. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم. بفرمایید. آقای سربی، دلیلی که مرگ یک مسلمان من رو واقعا غصه دار کرد به خاطر اینکه الان 37 سال از استقرار استبداد دینی در کشور ما میگذره و متاسفانه همه چیز در این جمهوری منحوس و آدمخوار ما میبینیم به جز انسانیت. در صورتی که محمد علی کلی مسیحی بود ولی بعدها مسلمان شد، آنچنان اسلام واقعی رو او گرفت و به همین دلیل حاضر نشد یک انسان دیگری که حالا یا مسلمان نبود یا مسیحی نبود رو بکشه، چه به عنوان دوست و چه به عنوان دشمن. در صورتی که رهبران مذهبی در ایران، البته همشون نه، عده زیادشون، تنها کاری که میکنن ترویج خشونت هست، جنگ روانی رو در دنیا بنیان گذاشتن. یعنی در واقع میتونیم بگیم اولین داعش شیعه در ایران بنیان گذاشته شد با ورود آقای خمینی و بعد جانشینی ایشون توسط آقای خامنه‌ای و همچنین آقای رفسنجانی که ایشون دیگه سردسته همه اینها هستن، و بعد آقای خلخالی دیدیم که با ایرانی‌ها چه کردن. به هر حال جنگی، به هر حال این مرگ یک مسلمان من رو واقعا غصه‌دار کرد، به اضافه مرگ همه انسان‌ها.
اجازه میخوام این فاجعه ای که روز یک شنبه در اورلاندو اتفاق افتاد رو، واقعا این فاجعه رو به تمام انسانها، به جامعه بشری تسلیت بگم. و خیلی ها سعی کردن این شخص رو به عنوان یک مسلمان معرفی کنن، در صورتی که این شخص یک بیمار روانی بود. از این بیمارای روانی در کشور ما زیاد هستن که در حال اداره کشور ما هستن. به هر حال مرگ این آقای کلی خیلی واقعا من رو قصه‌دار کرد. و مسئله دوم اینه که ایشون حاضر نشد به عنوان یک مرد مسلمان حجاب اسلامی رو به خانومش تحمیل کنه، به خانوادش تحمیل کنه، به فرزنداش تحمیل کنه، به اطرافیانش تحمیل کنه. در واقع مردی بود که خب محبوبیت زیاد داشت، قدرت هم زیاد داشت، میتونست این کار رو بکنه ولی نکرد. حتی به جامعه مسلمان های امریکا میتونست این کار رو، این رو تحمیل کنه ولی این کار رو نکرد، برای اینکه کلی یک مسلمان واقعی بود. و تمام صحبت من تو این مقاله این هستش که حاکمان جمهوری اسلامی همه چیز هستند به جز مسلمان. اسلام دین برابری بود، اسلام دین بخشش بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوندی که انقدر بخشنده و مهربان هست، خداوندی که انقدر مهربان هست که میبخشه. به هر حال آیا حاکمان جمهوری اسلامی بخشنده هستند؟ مهربان هستند؟ این یک علامت سوالی که ملت مسلمان ایران که اکثرشون هم مسلمانهای خوب هستند، این رو با خودشون فکر کنند. بیدشت تلفن من زنیده فکر کنن که آیا حاکمان جمهوری اسلامی مسلمان هستند یا ملت شریف و نجیب ایران مسلمان هستند. خانم کاوه، بعضیا باور دارن که اتفاقا اینها که آمدن اسلام حقیقی رو نشون دادن، اون همون ماجرای قتلو و نمیدونم بکشید کافران و اینها رو، میگن قبلی ها یه جوری به اصطلاح عوام ماسمالی میکردن و حقیقت رو نمی گفتن، ولی اینها حقیقتش رو نشون دادن. درباره اون آقایی که شما میگید که یک شنبه صبح، حقیقتا شنبه دو صبح که میشه یک شنبه، بیش از 50 نفر رو کشته، 53 تا زخمی هستن. این بزرگترین قتل عام بعد از 11 سپتامبر هست. آقای اوباما هم دیروز در این مورد صحبت کرد و اون رو شما به درستی توضیح دادید. حتی پدر ایشون آمد گفت که این هیچ رابطه با اسلام نداشته، حتی با ISIS هم در تماس نبوده و این بیمار روانی بوده. جالب اینه که این برای دولت کار میکرده خانم، این اصلا سکیوریتی داره و حتی یکی دو بار هم FBI رفته باهاش صحبت کرده و باهاش مصاحبه کردن، ولی FBI متاسفانه نتونسته تشخیص بده که این یه اشکال داره یا به اصطلاح از لحاظ مریضی و اینها نمیتونه خودشو کنترل کنه. در صورت این فاجعه بزرگ رو درست کرد. شما نظرتون درباره این که بعضیا باور دارن اسلام حقیقی همین هست که 37 سال هست در کشور ما هست، درباره این نظرتون چیه؟ اجازه بدین قبل از اینکه من از اسلام بگم، از جنایاتی که کشیش‌های مسیحی در طول تاریخ بشریت کردن از اونها هم بگیم. در همین انگلستان در کلیسای لیچفیلد یک انسانی رو به نام ادم رایت که گفت من به دین مسیح اعتقاد ندارم، در خود کلیسا به فجیح ترین وجه کشتنش. آیا اون کشیش ها بودن که گناهکار بودن یا دین مسیح بود؟ مقصر آیا دین مسیح بود یا کسانی که، ببینید، در تمام رشته های کاری، چه از سیاست مدار، چه از رشته پزشکی، چه از هر رشته‌ای که شما فکر کنید، آدمای خوب هستن، شارلاتان ها هم هستن. متاسفانه وزنه شارلاتان ها در دنیا خیلی سنگین تره.
پس بنابراین اگر جمهوری حاکمان جمهوری اسلامی در ایران دارن جنایت میکنن، آیا ما باید اون رو به حساب اسلام بذاریم؟ جنایاتی که کشیش ها رهبران دین مسیحیت در تمام دنیا کردن تا 400 سال پیش تا قبل از عصر روشنگری، آیا باید تقصیر رو به گردن دین مسیح بذاریم یا باید تقصیر رو به گردن اون شارلاتان هایی که وارد دین مسیح شدن به عنوان کشیش بذاریم، یا شارلاتان هایی که وارد مساجد ایران شدن به عنوان آیت الله یا آخوند و ملا و غیره؟ پس بنابراین اجازه بدیم دین رو جدا کنیم از شارلاتان هایی که به نام دین جنایت میکنن، به نام دین دزدی میکنن. فرقش به نظر من اینه. ببین، من الان امروز دارم یک مقاله می‌نویسم درباره این کسانی که هر از گاهی یه 50-60 نفر یه دین رو می‌کشن. خب اینا چه کسانی هستن؟ آدمای رادیکال هستن، آدمای تروریست هستن، مسلمون هستن، مسیحی هستن، یا اینکه بیماران روانی هستن. اسکندر مقدونی، آیا اسکندر مقدونی که ایران رو به خاک و خون کشید، آیا او هم مسلمون بود؟ آیا اون هم طرفدار اسلام بود؟ یک بیمار روانی بود، یک دائم الخمر بود. پس بنابراین باید ما نخود و لوبیا رو از هم جدا کنیم. مسئله دین جداست با شارلاتان هایی که میان به عنوان رهبران دینی میان. در سیاست هم همینطور هست، یک عده شارلاتان هستن. در خود انگلستان امروزه یک عده شارلاتان میخوان اتحادیه اروپا رو به هم بزنن. خب اینا هم مسلمون هستن؟ نه، یک عده افراد منزوی که طرفدار اون سیاست انزوا هستن، میخوان از بریتانیای کبیر یک بریتانیای کوچولو درست کنن و هر کاری برشون میخواد توی بریتانیای کوچولو هم انجام بدن. دنیا الان با اینترنت شده یک دهکده بزرگ، پس بنابراین اینجور افراد دیگه نمیتونن جایی داشته باشن. متاسفانه در رژیم گذشته ایران به علت عدم وجود آزادی های دموکراتیک، این افراد، آقای خمینی تونست یک عده‌ای رو مانند خردرجال به دنبال خودش بکشونه. اگر در سال 42 1342 که کتاب جمهوری اسلامی آقای خمینی چاپ شده بود، این کتاب در ایران چاپ می شد، حتی رایگان در اختیار مردم می گذاشتن که مردم بخونن، درباره این کتاب توی رادیو، تلویزیون، رسانه های عمومی صحبت بشه، انتقاد بشه، بحث بشه، مخالفین و موافقینش بیان و درباره صحبت کنن، امکان نداشت در سال 57 آقای خمینی بتونه یک نفر رو به دنبال خودش بکشونه. بله، من با شما هم عقیده هستم. من بارها گفتم که به جای اون محدودیت ها، اگه اینها با پول خود دولت حتی کتاب ها اینا رو چاپ میکردن، مجانی در اختیار همه میذاشتن و حتی برنامه هایی رو میذاشتن که افرادی توضیح بدن. بارها حتی پرسیدم افرادی مثل آقای شجاع‌الدین شفا، آقای پروفسور انصاری، اینها کجا بودن زمان قبل از انقلاب، که خیلی هاشون متاسفانه با دنبال شاه و افراد حکومت میرفتن هر جا می اومدن و اینها هیچ کدوم صدا نمیدادن. ولی یه شبه که چرس کنم، بعد از چند سال که در به در شدن و متوجه شدن که این حکومت آخوندها چه بلایی سرشون آورده، اون وقت شروع کردن چیزی رو گفتن که دیگه نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود. در اصل من از شما ممنونم. دیدم شنیدم که تلفنتون زنگ زد، ولی یه سوالی روی لوگوی شما تریبون آزاد می‌نویسید اتحاد در عمل، اختلاف در عقیده. خب این شعار بسیار قشنگیه. دیدیم هم که تا حالا هر کی گفته امروز فقط اتحاد، به جایی نرسیده و باید اختلاف رو هم قبول داشته باشه. ولی چجوری امکان داره اگر مثلا من طرفدار جمهوری هستم، یه دوستمون طرفدار پادشاهی هست، اولا در چه چیزی میتونیم اتحاد عمل داشته باشیم و چگونه میتونیم این اختلاف باعث جداییمون نشه و اون اتحاد رو حفظ کنیم؟ ببین، یکی از دلایلی که 37 سال جمهوری اسلامی حاکمه و هنوز داره جا
جنایت میکنه به دلیل این هستش که ما روی مسئله جمهوری و سلطنت هنوز نمیتونیم با هم دیگه کنار بیان. مشکل ایران نه جمهوری نه سلطنته. ما در ایران سلطنت داشتیم و جمهوری هم داریم و میبینیم که یکی از یکی بدتر. اون چیزی که ما باید نظر من هستش ما باید به دنبالش بریم فقط دموکراسی هست و بس. اون دموکراسی میتونه همه ما رو در بر بگیره. دموکراسی یعنی شرکت دادن همه در مسائل مملکتی. اما جمهوری همگانی نیست، سلطنت همگانی نیست. پس بنابراین به جای این که ما عمری 37 سال داریم بحث میکنیم سر جمهوری و سلطنت، فقط بحثمون رو بذاریم سر دموکراسی. اگر شما مایل باشین از هفته آینده من الان یه مقاله طویلی هم دارم درباره پیدایش دموکراسی می‌نویسم. می‌تونیم هر هفته یه برنامه روی این مسئله داشته باشیم که دموکراسی چطور می‌تونه، دموکراسی کوچک آتن تونست امپراتوری پارس رو منهدم کنه. اون همون دموکراسی نوپای یونان. آتن. پس بنابراین دموکراسی میتونه جمهوری اسلامی رو کله پا کنه. فقط دموکراسی میتونه. نه اون مقوله جمهوری و نه مقوله سلطنت که ما به دنبال نخستیا داریم را میافتیم. این نظر من هستش. بسیار ممنونم، توضیح خیلی خوبی بود و من خوشحال میشم که اون مقاله یا اون گفتگوهایی که میخواین داشته باشید در تلویزیون مردم داشته باشین. یه چیزی رو من متوجه نشدم، چون من تا اونجایی که با شما آشنا هستم از طریق فیسبوک و ایمیل و ویدیو اینها، شما رو به اصطلاح آدم عادل و منصفی دیدم، ولی یکی از دوستان روی یه فیسبوک یه چیزی گفته بود، نمیدونم شما اون ایمیل آخری من رو گرفتید که نوشتم اگه مایلید در این باره صحبت کنید، بذارید من این رو نشون بدم و بخونم. اولا به شما گفته بود که شهرزاد خانم، فکر کنم چون شما توی ویدیوهاتون بعضی وقتا میگید من میخوام برای شماها قصه بگم. بله، چون من همیشه در موقعی که هر جایی که صحبت میکنم از خودم به عنوان شهرزاد قصه‌گو یاد میکنم، برای اینکه هر مطلبی رو خیلی قشنگ شیرین میگم و شنونده ها خیلی خوششون میاد. به همین دلیل واقعا لقب من شهرزاد قصه‌گو هستش، برای اینکه من الان در هفته دو روز، روزهای سه شنبه و پنج شنبه در لندن کتاب Life in the UK رو تدریس میکنم. بله. که این بخشی از اداره این مملکت هست و دموکراسی و دولت، و یه بخش دیگهش درباره تاریخ انگلستان هست و من چون علاقه زیاد به تاریخ دارم، تاریخ انگلستان رو خیلی خوب میدونم. با وجود اینکه همسر من یه انگلیسی هست، همیشه به من میگه تو تاریخ مملکت منو بهتر از من میدونی. بله، بسیار ممنونم. اتفاقا در همین رابطه، ولی بحث دموکراسی رو اگر اجازه بدین، بله، از یک زمان شروع میکنیم که پیدایش دموکراسی از کجا به وجود اومد و بعد میریم تک تک این مقاله. و یه مقاله خیلی جالبی من نوشتم و یه سخنرانی هم در یه جایی کردم درباره مگناکارتا، مشروطه کبیر انگلستان، یا مگناکارتا یا مگناکارتا. انگلستان بهش میگن مگناکارتا، ولی عده دیگه در کشورهای دیگه میگن مگناکارتا. این مشروطه ای هستش که تمام کشورهایی که به دموکراسی رسیدن از همین مشروطه انگلستان استفاده کردن. بله بله، بسیار ممنونم. من در حین گفتگو فیسبوک شما رو نشون دادم، اگه دوستان مایل باشن میتونن با شما تماس بگیرن. بله. اتفاقا این قسمتی که گفتم، این پرسش درست در همین رابطه است. اجازه بدید یه ویدیوی شما صحبت کردید، نوشته که در نشست تریبون آزاد از چگونگی پیدایش دموکراسی در بریتانیا میگوید. یه آقا یا خانومی که فکر کنم یه آقایی هست که میبینم اون آقایی که اصلا یکی از این دوستای چپ ما هستن که مخالف سرسخت دموکراسی هستن و
خیلی هم انقلابی هستن و کارش هم نمیشه کرد. ایشون اگر چپ هست چگونه اینجا از شاه دفاع کرده؟ اجازه بدید من اینو بخونم براتون. دو نفر زیر اون سخنرانی دو تا مطلب گذاشتن، یکی این شخص هست و یکی بله میدونم یکیشون طرفدار یکیشون شاه اللهی و دیگری کپ اللهی. بله فکر کنم ایشون طرفدار پادشاهیه. نوشتن که شهرزاد خانم کاوه از داستان سرای شما بسیار مستفید شدم. کاش هنگامی که از پادشاهان چه خوب و چه بد انگلیس صحبت میکردید و اونها را شامل پیدایش مگناکارتا میکردید، به همان نحوه هم از پادشاهان پهلوی سخن میگفتید و از اونها برای پیشرفت و آزادی هایی که اونها برای ایرانیان به ارمغان آوردند هم سخن میگفتید. ببینید اینا چقدر ببخشید کم سواد و بی سواد یا بت پرستن. خود ایشون نوشته محمد رضا شاه اولین کسی بود که بحث ملی کردن سرمایه مملکت تو پرانتز نوشته نفت که اصلا همچین چیزی نبود را پیش کشید و ایشان بودند که در جواب به شورشیان خیابانی توی پرانتز توهین کردن به همه جبهه ملی فاسد از اونها حمایت میکرد. گفتن ما هم صدای انقلاب شما رو شنیده ایم. این آقا یا خانم که در زیر این اسم قایم شده حتی نمیدونه که شاه اون نوشته رو خودش با میل خودش ننوشته بود و دادن دستش خوند، همچینم باور نداشت. معلوم معلوم شد. ضمناً آقا شما که در قرن 21 ورمی دارید ایراد میگیرید به این خانومی که آمده صحبت میکنه در رابطه با تاریخ انگلستان، اولا شما این همه بلنگوی سلطنت طلب دارید، خب برین تو اونها صحبت کنید. دوم از اون شما بیا از خوبی های شاه و رضا شاه و پیشرفتهاش از اول تا آخر بگو، بعدم خود شما شاه اللهی ها آخرش میگید که ملت احمق بودن رفتن دنبال خمینی. یعنی 57 سال حکومت پهلوی نتونست مردم رو آگاه کنه دانا کنه و رفتن دنبال اون. شما در جواب این شخص که میگه که به دلیل اینکه شما از تاریخ انگلستان میگید حتما باید بیاین از اونا هم بگید، جواب شما چیه؟ جواب من اینی که ببینیم برمیگردیم به انقلاب مشروطه. بعد از انقلاب مشروطه کشور ایران برای اولین بار دارای یک مجلس قانونگذاری شد. از اون مجلس قانونگذاری یک قانون اساسی دموکرات و پیشرفته بیرون اومد. چه کسی نگذاشت این قانون اساسی پیشرفته و مدرن اجرا بشه؟ دو نفر، رضا شاه و زنده یاد محمد رضا شاه پهلوی قانون شکنی کردن و اجازه ندادن قانون اجرا بشه. بنابراین وقتی کسانی که در رأس کشور هستن پادشاه کشور قانون شکنی میکنه، شما از یک فرد عادی چه انتظاری داری که به قانون احترام بگذاره؟ دموکراسی یعنی حکومت قانون، حکومت نظم و قانون. در همین انگلستان قرار بود که کسانی که، حالا این رو اگر امکان داره یک بحث خیلی جالبیه که صحبت کنیم درباره همین بیرون اومدن و کسانی که میخوان از اتحادیه اروپا بیرون بیان، اگر اجازه بدین یه روز درباره این موضوع صحبت کنیم که این خیلی خیلی مسائل قانونی توی این هستش. مثلا وقتی که یک عده‌ای که اسمشون توی لیست الکترونیکی الکترورول نبود، گفتن که اینها میتونن آخرین موقعی که میتونن ثبت نام کنن سه‌شنبه هفته گذشته بود. سه‌شنبه هفته گذشته وبسایت این قسمت کرش میکنه و یک عده‌ای میگن ما نتونستیم بریم و این فرم رو پر کنیم. به همین دلیل آقای نخست وزیر، میدونین با رأی مردم نخست وزیر شده، یعنی مشروعیتش از ملت گرفته. نخست وزیری که مشروعیتش از ملت گرفته نتونست دو روز این مدت رو امتداد بده، یعنی اکستند کنه. پس بنابراین چیکار کرد؟ مجبور شدن برن در پارلمان یک نشست داشته باشن و درباره صحبت کنن که آیا ما دو روز دیگه این وبسایت رو ادامه بدیم، بذاریم مردم برن روی وبسایت و این فرم رو پر کنن،
یعنی برای یه مسئله این کوچیکی مجبور شدن به پارلمان رجوع کنن. صحبت من اینه که خب آقای رضا شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی اولین کسانی هستن که در کشور قانون شکنی میکنن. خب شما چه انتظاری دارین وقتی پادشاه مملکت قانون شکنی میکنه؟ انتظار دارین دوتی کابه بیاد قانون احترام بذاره؟ ممنونم از شما خانم کاوه، خیلی خوشحالم. امیدوارم که بتونیم با هم ترتیبی بدیم که این برنامه های شما به گوش و چشم بینندگان برسه و خیلی خوشحال شدم. ممنونم که منم همینطور. اگر اجازه بدیم بحث دموکراسی رو از هفته های آینده هر وقت که شما مایل بودین شروع کنیم، یعنی از پیدایش دموکراسی. حتما. که چطور 300 سال قبل از امپراتوری روم که در آتن دموکراسی متولد شد. بسیار خوب. و این رو اجازه بدین شروع کنیم و بعد میرسیم به آزادی های دموکراتیک، میرسیم به قوای سگانه و اینا رو دربارش بحث میکنیم و صحبت میکنیم، چه در چه قانون اساسی جمهوری اسلامی، چه قانون اساسی مشروطه. فقط یه سوالی، شما در رابطه با جدا شدن انگلستان از به اصطلاح ایو مخالف هستم. متوجه شدم. انگلستان ببینید پشت این مقوله خیلی چیزا هست. یک، از هم پاشیدن اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا از هم بپاشه، تنها ابرقدرت دنیا میشه امریکا فقط. کدوم کشور میتونه در مقابل امریکا بایسته؟ آخه بعضی ها باور دارن که خود انگلستان از همون اول چون پولش رو عوض نکرد و وارد اون چیز نشد، هدفش این بوده که بعدن جدا بشه. حتی اصلاً که این چیز نبوده، برای اینکه انگلستان یک سیستم مالیاتی خیلی خیلی قوی داره و کشورهایی مثل ایتالیا و فرانسه سیستم مالیاتیشون اونچنان قوی نیست، مردم خیلی تقلب میکنن، مالیات نمیپردازن، اما در انگلستان و آلمان بهترین سیستم مالیاتی رو دارن، یعنی مردم یک کم ممکنه بتونن در برن ولی آنچنان نمیتونن از پرداخت مالیات در برن. به همین دلیل کشور انگلستان معتقد بود که نبی خواهیم تمام کرنسی رو پول واحد پول رو یکی بکنیم، این یه مقدار به اقتصاد کشور ما ضرر میزنه و خب هر کشوری باید اقتصاد این کشورش تو دستش باشه. شما مگه میتونیم حساب بانکیتون رو بدین دست کسی؟ بله، در این مورد صحبت میکنیم. خیلی ممنون از اینکه دعوت من رو پذیرفتید. بهترین حال براتون آرزو میکنم. مرسی. متشکرم. مرسی. قربان شما. خب دوستان عزیز، با خانم گیتی کاوه بودیم از انگلستان. حتما فیسبوک ایشون رو که نشون دادم برید اونجا و اگر پرسشی دارید بپرسید، نظری دارید مطرح کنید. و اجازه بدید، چون من بیشتر هدفم بود این مقاله‌ای که ایشون نوشتن خودشون براتون بخونن، ولی انقدر ایشون خوش بیان هستن که بعضی وقتا آدم میگه خب حالا تا هستن چند تا موضوع دیگر هم سوال کنم، بذارید من این رو براتون بخونم. و اصل این ماجرا شد که من دعوت کردم از ایشون. چرا مرگ یک مسلمان مرا غصه‌دار کرد؟ رادیو بی بی سی اعلام کرد که کاسیوس مارسلوس گری، مشهور به محمد علی کلی قهرمان بوکس جهان، شنبه 4 ژوئن 2016 در سن 74 سالگی درگذشت. سیاه‌پوست مسلمانی که دنیا و همچنین من را با مرگ خود عزادار نمود. محمد علی کلی به درستی معتقد بود که در حرفه خود بهترین است، اما به نظر من از لحاظ دیگری نیز ممتاز بود. نبوغ محمد علی کلی او را به مقام بهترین بودن رسانید. هرچند باید بر این ادعای به جای او دو ویژگی را نیز افزود: حمایت بیچون و چرایش از حقوق مدنی انسانها و ایستادگی و استقامت بر باورهای معنوی که به گفته خود او از دین اسلام نشأت می‌گیرد. محمد علی کلی در طول زندگی پربارش نشان داد که انسان دوستی به ادعا نیست. به همین علت از شرکت در جنگی ناعادلانه و تهاجمی سرپیچی کرد. در زمان جنگ ویتنام که آمریکا شدیداً نیازمند نیروی جنگی بود، محمد علی حاضر نشد به عنوان یک سرباز به جنگ برود که مبادا باعث مرگ انسان دیگری بشود، و به همین دلیل از خدمت در ارتش آمریکا سر باز زد و دادگاه او را به 5 سال زندان محکوم کرد.
البته این حکم در دادگاه تجدید نظر نقض گردید، اما محمد علی محروم از بازی در رینگ شد. 3 سال بعد یعنی در سال 1970 با شدت افکار عمومی علیه جنگ ویتنام، محمد علی اجازه یافت دوباره به رینگ بازگردد و در نخستین مسابقه جری کواری را شکست داد. با وجود اینکه بازی را برده بود، به علت چند سال دوری از رینگ سرعتش کمی آهسته شد و یا سست شده بود و به همین دلیل در سال 1971 برای اولین بار شکست خورد، اما 3 سال بعد دوباره برنده شد. محمد علی حاضر نشد به عنوان یک مسلمان انسان دیگری را چه در صلح و چه در جنگ هلاک کند و به همین دلیل از شرکت در جنگ ویتنام خودداری نمود، زیرا که نمیخواست جان یک انسان حتی دشمن را بگیرد، زیرا او معتقد بود که اسلام وی با خشونت و خونریزی بیگانه است. میگفت من دعوایی با ویتکونگ ندارم و حاضر نیستم بروم 10,000 مایل دور از خانه هم افرادی از یک ملت محروم و رنج دیده را بکشم و بسوزانم تا اینکه با غلبه در این جنگ سلطه اربابان جهان به آنها ادامه پیدا کنه. چیزی که بیش از همه برای من به عنوان یک زن، آن هم به عنوان یک زن مسلمان، قابل تحسین میباشد آن است که او حاضر نشد به عنوان یک مرد مسلمان استفاده از حجاب اسلامی را به همسر و خانوادهش تحمیل نماید. در حالی که در کشور من ایران رهبران جمهوری اسلامی از بعد و رسیدن به قدرت با به کار بردن افزار ارعاب و خشونت فضای زندگی آزاد را برای مردم تنگ و تنگ تر کردن، به عنوان مثال یکی از صدها مورد مزاحمت و اجحاف دستگاه ظلم و فساد جمهوری اسلامی که برای ملت ایجاد شده حجاب اسلامی است که دستاربندان از خدا بی خبر در زادگاه هم ایران برای هممیهنان زن اجباری نموده و بدتر از این 37 سال است که به بهانه های پوچ زنان آزاده و مخالف نقض حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی را به بند و زنجیر میکشند. ببخشید، به بهانه های پوچ زنان آزاده و مخالف نقض حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی را به بند و زنجیر میکشند. یکی از قربانیان خشم و کینه ملاها خانم نرگس محمدی است که در حقیقت به جرم دفاع از حقوق شهروندی خانم‌های ایرانی و همچنین فعالیت برای لغو گام به گام اعدام، در حالی که سخت بیمار است و فرزندان خردسالش همه روزه در انتظار آمدن مادر به خانه می باشند، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را به 16 سال حبس محکوم کرده و به زندان انداخته است. نام و یاد کاسیوس مارسلوس محمد علی کلی همواره زنده و روانش شاد باد. گیتی کاوه، ایمیلشون هم هست geeti_kaveh@yahoo.com. من از ایشون بازم تشکر میکنم که مهمان برنامه بودن. امیدوارم بتونیم بیشتر از دانسته های ایشون، نوشته های ایشون، ویدیو های ایشون استفاده کنیم. دوستان عزیز، همیشه گفتم باز هم میگم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید و به همین دلیل میبینید افراد مختلفی، آقای منوچهر از بوستون، آقای سعیدی از کالیفرنیا و آقای مینوی از تگزاس، اینها میان و اینها هیچ کدومشون هم ممکنه پیشینه برنامه داشتن و مجری تلویزیون بودن ندارن، ولی حرفی برای گفتن دارن. در رابطه با آقای منوچهر از بوستون، خیلی شما دوستان اینجا زنگ زدید و گفتید که ایشون نه آدرسی داده و نه ایمیلی داده که ما بتونیم باهاش تماس بگیریم و به اصطلاح از من خواستید که اگر ایشون مایل باشن صحبت کنن، تلفنی، آدرس ایمیلی، چیزی بدن که شماها بتونید باهاشون تماس بگیرید و گفتید که با وجودی که قرار بود آقای منوچه در رابطه با پیشنهاد یا طرح حکومت شورایی صحبت کنن، ولی شما متوجه اصل ماجرا نشدید. خب این همیشه همین جوره، یه برنامه رو میذارن به عنوان معرفی، مثل همین الان معرفی خانم گیتی کاوه، بعد برنامه‌ای رو اگه بخوان اونها دارن که توضیح میدن و شما هم بیشتر باشون در تماس خواهید بود. این در رابطه با آقای منوچهر. ساعت 3 بعد از ظهر با آقای سعیدی خواهیم بود که ایشون در رابطه با هر موضوعی که مایل هستن دوست صحبت کنن. امروز یه ویدیویی رو دیدم از یک ربای آخوند کلیمیا هست دیگه، مثل همین پدر روحانی که آخوند مسیحی ها هست، و این در برنامه مراسم تدفین
آقای محمد علی کلی، همون برنامه‌ای که این آقای اردوغان بلند شده بود هک 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 هل هک چی میگن هلک هلک از ترکیه آمده بود و اینجا میخواست به اصطلاح قرآن بخونه و درباره خوبی‌های خودش صحبت کنه، انداختنش بیرون، خلاصه دومش گذاشت روی کولش رفت از اونجا بیرون. این آخوند دوستان یهودی برید ببینید، وقتی که میگم چجوریه که همه یا اکثریت از محمد علی تعریف میکنن ولی شاه الله یا بد میگن، برید ببینید حتی اون کلیمیه چی میگه. کسی بوده که در سال 1962-70 و اینها جز اون نیروهای آزادی خواه و مخالف جنگ دستگیر شده و امروز هم یکی از مخالفین همین آقای نتانیاهو. اینجا میگن افرادی که عاشق این هستن که توی دنیا جنگ باشه و هیچ آرامش و آسایشی هیچ وقت نباشه. دوستان عزیزی که این ویدیوها رو ممکنه از یوتیوب ببینید یا حتی از تلویزیون مردم ببینید، ما الان 2 هفته‌ای میشه که ویدیوهامون برنامه‌های زنده به صورت زنده از فیسبوک مردم تیوی هم پخش میشه. ممنونم از دوستانی که به ما میپیوندند، خانم لیلا، کامران عزیز و دیگر دوستان. لطف کنید به دوستانتون هم بگید و باز هم به شما دوستان میگم اگر سوربی میتونه برنامه داشته باشه و بیاد حرفش رو بزنه، شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. یه دوستی داریم به نام آقای علی شیرازی، گفتم چند مدت دیده از این ایمیلای سیاست و جنبش و این به جای نرسیدیم، فایده‌ای هم نداره. ایشون هم تصمیم گرفته مقالاتی که یه مقداری دانش ما و آگاهی ما رو بالاتر میبرن اونها رو به اصطلاح پخش کنن. کار بسیار خوبیه. امروز یک چیزی رو برای من فرستادن و من گفتم که این یه صفحه روانشناسی عمومیه، آیا شما مطلب خاصی رو در اون قسمت، مثلا 2 هفته پیش بود راجع به نارسیسیسم، یعنی اینایی که خودخواه و خودپسند هستن و اینها، خودشیفته، خودخواه میشه سلفیش. البته اینا ترمایه، وقتی که میری تو روانشناسی و تو رشته پزشکی و اینها ترم اسماش فرق میکنه. در اصل ممنونم، ایشون نوشت که نه، من برای آشنایی با رشته روانشناسی این رو فرستادم. در این سایت هر کسی مطابق ذوق خود میتواند موضوع یا موضوعات مختلفی را انتخاب و دنیای و با دنیای بیکران روانشناسی آشنا گردد. شاید بدین وسیله تدریجا از این دنیای دیوانه 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 به دنیای آرامش دست یابیم. من نوشتم که یادمه وقتی بچه بودیم این بیمارستان سلامی نزدیک های دروازه قرآن بود، فکر کنم تو خیابون هفتن و اینجا بود، به شوخی و حقیقتا یه ترسی هم تو جونمون افتاده بود. میگفتن که اگر از اون طرف رد بشی ممکنه بگیرن ببرن داخل. حالا من هیچ وقت فکر نمیکردم ما رو برای چی باید ببرن داخل، مگه ما دیوونه هستیم؟ در صورت به این دوستم گفتم که من فکر کنم انقدر اشکال روانی دارم که وقت اگه برم تو این صفحه هر چی میخونم میبینم این که منم، این که منم، این که منم. دیدید وقتی صبح یه شنبه راجع به بیماری و مریضی و اینها صحبت میکنه توی فاکس نیوز، هر مریضی رو که میگی شما میگه منم که همین پادرد رو دارم، منم که مثلا دهنم خشک میشه، منم که گوشم این صدا رو میده. در هر صورت گاهی وقتا آدم ندانه یا کمتر بدانه بهتره. به همین خاطر بود که لوگو یا اسلوگن یا شعار مجله توفیق این بود: بیچاره بینندگان مردم تیوی که گرفتار عقل شدند، خوشبخت سربی که خرامد الاغ رفت. اینم از این ماجرا. و اما کارخانه ارج پس از 80 سال بسته می شود. حالا نه که ما همه چیمون قرقاتیه بابا جون، توی دنیا، توی آمریکا یه کارخونه های دیگه از بین میره، یه چیزی رو اون موقع میخواستن مردم الان دیگه نمیخوان. حالا این کارخونه ها یا عوض میکنن، چیزهای جدیدی که مردم میخوان خط تولیدشون رو بر اساس اون میذارن، یا بسته میشه میره. مثلا ماشین های بزرگ و گنده و شبلت و بیوک آمریکایی یه مدتی مردم نمیخواستن به خاطر گرونی پول بنزین، بسته شد. اصلا دیترویت که یک ایالت چی میگن یه شهر صنعتی ورشکست شد، گذاشتنش برای فروش.
حالا شما اومدید پیله کردید به یک کارخونه شخصی صندلی و نمیدونم میز صندلی آشپزخونه چی چیا دیگه هم نمیدونم میساخت. بله خیلی خوب بود. اولین باری که من یه صندلی ارج دیدم اینقدر خوشم اومد. این رنگی بود بهش گفتن رنگ چکشی، یعنی مثل آب بود، یه رنگ نقره‌ای بود، ولی شما عین اینکه روی اون رنگ آب ریخته باشن، قطره‌های آب. و من واقعا همیشه خوشم میمد، خیلی خوب بود. این صندلی تا میشد میذاشتش کنار، هر وقت لازمش داشتی میآوردیش. هنوزم یکی از صندلی‌های مورد علاقه من اینه. ولی شما خودتونو بذارید بابا گروه پدر دولت، گروه پدر آخوندا. بهتون گفتم این سه تا دکتر روانشناس نشستن صحبت میکنن تو برنامه پرگار، بعد دو تا لومپن میاد آقای شهشهانی یا یکی دیگه میگن که نه بابا اینجوری نیست جامعه لس آنجلس. آخه یکی به اینا بگه احمقا، شما ننتون جامعه شناس بوده، باباتون جامعه شناس بوده، اقلا بشینید از اینا یاد بگیرید. طرف میگه که این در ایران به این دلیل که ما ول کردیم آمدیم، هی هم به خودمون میگیم تبعید. چه کسی آقا ما رو تبعید کرده؟ آقای جابر کلیبی، شما نامه مینویسید از طرف معلمان، بعد مینویسید معلمان در تبعید. آقا حکومت دولت جمهوری اسلامی اگر معلمان رو تبعید میکرد به اروپا و اینها، که من نمیمدم خونه و زندگیمو بفروشم بیام بیرون، وای میسادم یه کاری میکردم اونا منو تبعید کنن اینجا. اون وقت وقتی شما فعال سیاسی، وقتی معلمان مهاجر در خارج بلد نیستن از کلمه ها استفاده کنن، شما فکر میکنید این نوشته هاتون اصلا کسی میخونه به جز یه دیوانه مثل سوربی که بیاد فقط ازتون ایراد بگیره؟ همین آقای کلیبی هفته پیش بهش گفتم آقا شما همش دارید ذکر مصیبت میکنید، آیا هیچ کدوم از شما 50 سال 60 سال داره فعالیت سیاسی میکنه؟ همین دو سه سال پیش از کانادا اخراجش کردم بنده خدا، یا الان فرانسه است یا اروپا، یه جایش داره زندگی میکنه. ولی بابا جون، دوستان خوب من، برادر بزرگی من، یه چیزی یاد بگیرید. این راهی که رفتید اگر درست بود الان رسیده بودید به مقصد. اگه میخواستید شاه بشید شاه شده بودید، اگه میخواستید رئیس جمهور بشید رئیس جمهور شده بودید. حالا که نرسیدید رابط این راهتون، این روشتون غلطه. حالا ببینیم جواب این یکیو چی داده آقای کلیبی. بذارید من براتون این رو بیارم بخونم. بله، اولین پیامش پیام آقای سعیدی است. سعیدی جان ساعت 3 بعد از ظهر زنگ بزن، بعدم لطف کن اگه شما از حالا میخوای هفتگی برنامه داشته باشی، مثل معلمی که استخدام میکنی میگی بیاد ساعت هفته یه ساعت به بچه شما درس بده، این معلم بیچاره بر اساس اون ساعت اون روز بچه دیگه رو نمیره درس بده، ولی اگه شما زنگ زدی گفتی من بچم امروز مریضه باید پول اون رو بدی، چون اون وقت نمیتونه زنگ بزنه به اداره برق بگه بچه آقای فلانی مریض شد من امروز پول نمیسازم. یک کمی انصاف داشته باشیم، یک کمی سیستماتیک کار کنیم. بله شما اگه بیای بعد به من بگی حالم خوب نیست، مثل اون دفعه که قبلش هم لطف کرده بودی پول داده بودی، ما میگیم خب حالا اب نداره هر وقت حالت خوب شد بیا. ولی اگه دیگه قرار شد با هم کار کنیم، ما روی اون کمک شما حساب کردیم، شما اون مثل ماهیانه است. دیدید اینجا شما خونه نباش، برو اروپا، کاندوفی رو باید بدی، پول برق آبونمانش رو باید بدی، پول آب آبونمانش و گاز آبونمانش و آبونمان چی بود حق اشتراکش رو باید بدی. خب دومی این دوستمون از امارات نوشته، ای کاش من اسم شما و فامیلتونم بگم کجا هستید. ایشون نوشته بعد از سالها بحث و اعتراض و جدال آخرش مجلس شورای عربستان کف زدن را حلال کرد، حلال اعلام کرد. این انجام تاریخی بزرگ تمام خاورمیانه را دگرگون خواهد کرد. از صمیم قلب تبریک گفته، در انتظار تصمیم‌های سرنوشت ساز دیگری هستم. صحبت از این دوستمون شد، اجازه بدید من پیام ایشون را هم پخش کنم که در رابطه با ماه رمضان هست و این دومین پیام هست، چون این هفته دومی هست که ماه رمضان آغاز شده. بشنویم ببینیم این دوستمون چی میگه. من باز هم تشکر میکنم از ایشون، ممنونم. بفرمایید. درود و سلام بر تمام بینندگان و شنوندگان برنامه امروز دوشنبه آقای سوربی از تلویزیون مردم تیوی. در ادامه بررسی های ماه رمضان
که هفته پیش روز اول ماه رمضان آغاز شد، امروز دوشنبه هم. من معذرت میخوام، این ویدیوی این آقای عرب رو که پول پخش میکنه یه دفعه اشتباهی زدم، چون این ویدیو قرار بود پخش بشه، متاسفانه به آقای به این دوستمون گفتم که وقتی ما این ویدیو رو پخش میکنیم بعدش یوتیوب نمیذاره. عربی رو نشون میده از عربستان سعودی، گویا این آقا شبی 1,000,000 پول میریزه رو سر این رقاصه ها در کاباره های مختلف. من اینو یه لحظه بهتون نشون میدم دوستان، بعد برمیگردم به اون پیام. این هم یکی از اشکالات من هست، از این بابت عذر میخوام از این دوستمون. و ببینید که این خانم جوانی رو که خواننده هست این چجوری پول ریخته روش، و باید این ویدیو رو شما ببینید. و گرسنه ها رو تو همین کشورهای عربی که امروز باز این دوستمون لطف کرد و فرستاد که توی همین کشورهایی که روی نفت هستن و اینها، و آمریکا هم دوستشون هست، قطر، عربستان سعودی، توی قطر گویا گوشت خر دادن به مردم به جای گوشتای استرالیایی، خواستن یعنی حلال باشه، که اونم یه ماجراییه. من بازم از این دوستمون عذر میخوام که پیامشون خراب شد. برگردیم به این صحبت. درود و سلام بر تمام بینندگان و شنوندگان برنامه امروز دوشنبه آقای سوربی از تلویزیون مردم تیوی. در ادامه بررسی های ماه رمضان که هفته پیش روز اول ماه رمضان آغاز شد، امروز دوشنبه هم مقاله‌ای برای شما تهیه کردم که میخونم. عنوان مقال: چرا چرا گویم؟ الاعتراف بالخطأ فضیله، اعتراف به اشتباه برتری است. حدیثی که در آموزش اسلامی همه جا بیان می شود و بر مردم تکرار. بنابراین این بنده خدا اعتراف می کند که اشتباه کرده و خیلی چرا چرا گفته و به دنبال زیر و بمها و موشکافی ها گشته، کاری که توسط ملایان مکروه و بد شناخته شده. با پژوهش در صفحه های مختلف اینترنت درباره اخلاق اسلامی عبارت هایی میابیم که کم و بیش این متن را دارند: قرآن بزرگترین هدیه الهی است که خداوند با فرود آوردن آن بر پیامبر اسلام به انسان منت نهاده است. قرآن نوری است که دلها را روشن می سازد، دارویی است که درها را درمان می کند و سینه ها را شفا می بخشد، موعظه ای است که انسان را از غفلت درآورد و راهنمایی است که به بهترین راه سعادت رهنمونش کند. اشتباه کرد و پرسیدم چرا؟ پس از گذشت 1437 سال از اسلام هنوز ما مسلمان ها به بهترین راه سعادت نرسیده ایم. بقیه دین ها را حالا کنار بذار. پاسخم دادن: برای این که اصول اسلام را اجرا نمی کنیم. قانع نشده پرسیدم در چه زمانی این اصول اجرا شد؟ پاسخم دادن در صدر اسلام، در زمان خلافت علی. علی با حق و حق با علی است. او با شمشیر ذوالفقارش حق را اجرا می کرد، ما هم از او پیروی می کنیم. وقتی سخن از دین می آید آن را در ناب محمدی زمان علی تعریف می کند. یادم افتاد که رهبران اسلامی در اول انقلاب برای سند دادن به اعدام ها می گفتن حضرت علی راه می رفت و خون همواره از شمشیرش می چکید. با خود گفتم حتما قبل از هر نماز حضرت لباس را عوض کرده و به خشکشویی می فرستادند و در آن رودخانه های آب زلال مدینه قبل از هر نماز روزی 5 بار هم غسل می کرد. بیدانشیم اجازه پاسخ نداد، به کتاب ها مراجعه کرد، خواندم این چرا چرا و چطور چطور و مرا به لای صفحه های تاریخ برد. خواندم طرز وضو و نماز و خواندن آن خیلی دیگر از مراسم پرستش اسلامی و حلال و حرام ها در قرآن نیامده. آنها را منشیان همراه
و نزدیک با حضرت پیامبر ثبت کردند و در کتاب‌ها نوشته و به مسلمانان منتقل کردند. یکی از نویسندگان ولید ابن مغیره، برادر ناتنی عثمان ابن عفان خلیفه سوم، از ازدواج مجدد مادرش بود. مدتی بعد از مهاجرت پیامبر به مدینه به مهاجرین پیوست، چون خواندن و نوشتن میدانست منشی مؤسس اسلام شد و آیات وحی و احادیث و اصول عبادت و پرستش را بر روی کاغذ می آورد. هنگامی که کافران مکه با لشکری بزرگ به سوی مدینه را افتادند، ترس در دل آقای ولید ابن مغیره افتاد، فرار را برقرار ترجیح داده و پا به فرار گذاشت و به کافران پیوست. اسرار پیامبر را فاش کرد. پیامبر و اصحابشان فرمودند هر کدام از شما در هر جا ولید ابن مغیره را دیدید او را گردن زنید. وقتی مکه فتح و مسلمانان پیروز شدند، عثمان ابن عفان داماد پیامبر که بعد از وفات دختر اول رقیه با دختر دوم ام کلثوم ازدواج کرده بود و به ذو نورین یعنی صاحب دو نور معروف شد، برادر ناتنی را از مخفیگاه در آورده و او را برد به حضور حضرت پیامبر که در میان صحابه نشسته بودند. در آنجا از حضرت بخشودگی برادر را خواست. حضرت سر به زیر انداختند. عثمان سه بار درخواستش را تکرار کرد تا اینکه ولید بخشوده شد. عثمان و ولید رفتند. حضرت رو به اصحاب کرده فرمودند چرا دستور سر بریدنش را اجرا نکردید؟ اصحاب پیغمبر به اشتباه خود پی برده پیشنهاد کردن بروند و امر را اجرا کنند. حضرت فرمودند بعد از اینکه بخشیدم میخواهید بعد شکنی کنم؟ الان به فکر اجرای دستور من افتادی؟ عثمان هنگام خلافت برادر را به ولایت کوفه مقام داد. او هر شب شراب مینوشید. بامداد که در مردم امامت نماز جماعت را میکرد بس بود و نماز را اشتباه میخواند. مردم کوفه نامه ها به خلیفه نوشته و عزلش را خواستند. خلیفه اقدامی ننمود. هیئتی از اهالی کوفه به مدینه رفته و در برابر خانه خلیفه بس نشستند تا والی کوفه عزل شود. خلیفه عثمان ابن عفان مجبور به بازخواندن برادر شد. برادر رسید و کوفیان بازگشتند. اما پارتی برادر قوی بود و مجازات اسلامی نشد. حضرت علی با حسن و حسین به خانه ولید رفتند. مجازات اسلامیش کرده شلاقش زدند و در پایان گفتند بگذار ایل قریش بگویند که من جلادشان هستم. دومین نگارنده عبدالله ابن عباس پسر عموی پیغمبر، دومین فرزند عباس ابن عبدالمطلب بود که به نام حبر الامه یعنی جوهر امت اسلامی لقب گرفت. تمام احادیث و رفتار پیامبر را او ثبت کرده و اصول فقه اسلامی را او بنیان نهاد. تا امروز هنگام بردن نامش و او احترام می نهند و دعا می کنند. حضرت علی هنگام خلافت آقای عبدالله ابن عباس معروف به ابن العباس را والی بصره کردند. در تاریخ نوشته شده آن نزدیکی به پیامبر و جمع آوری مسائل دینی سبب نشد که نگارنده فقه اسلامی بیت المال را ندزدد. حضرت علی از او خواستند آنچه را ربوده بازگرداند. او پسر عمویش امام علی خلیفه آن زمان مسلمانان را تهدید کرد اگر اصرار ورزد به معاویه رقیب و دشمن امام علی خواهد پیوست. فشارها بالا گرفت و ابن العباس تهدیدش را اجرا نمود. روایت است که ابن العباس از راه شام به مدینه بازگشت. در نزدیکی عمان پایتخت اردن گنبد و بارگاهی هست که در آن دفن شده است. گویند دزدان او را کشته و ثروتش را به یغما بردند. روایتی دیگر نقل می کند که با پشتیبانی معاویه در مدینه با ثروت دزدیده از بیت المال زندگی مرفهی را تا آخر عمر گذرانده. پس از قرنها از داشتن قرآن و احادیث گرانبها و این همه وعظ و ارشاد و روزه و نصیحت و ترس از آخرت و آتش جهنم، مسلمانان نه راه راست را پیش گرفته و نه به سعادت دست یافتند. در تمام کشورهای اسلامی و
در مقدس‌ترین شهرهای اسلامی بدون استثناء هر گونه جنایت و فحشایی وجود دارد. با شهرهای دیگر که مقدس شمرده نمی‌شوند فرقی ندارند. آنان که با مؤسس اسلام و در کنارش بودند و بهشتی معرفی شدند، راه راست نرفتند و درست عمل نکردند، شراب خوردند و نماز جماعت را امامت، به صندوق بیت المال دست زدند. در هیچ دورانی وضع بهتر نشد و نبود و تا حال هم نیست. خلفای اموی و عباسی، هر حکمرانی که با دستگیری دین به قدرت رسید، تمام کارهایی را که در اسلام گناه شمرده می شود انجام داد و حق خود را حق نگهدار و معصوم خواند. آیا شما در گذشته و یا زمان کنونی رژیمی را همانطور که ادعا می کند انسانی و بدون فساد باشد می شناسید؟ فقر و تنگ دستی از آغاز اسلام تا کنون به همان صورت مانده. می پرسم چرا؟ رژیمی که خود را مقلد امام علی معرفی می کند، آیا نمی داند که شخص علی در زمان خلافتش نتوانست نزدیکان را پاک سازد؟ یا مردم را شفا بخشد؟ یا از غفلت برهاند؟ و یا به سعادت راهنمایی کند؟ یا فقری را که نکوهش می کرد از میان بردارد؟ پس ادعا به راهبری از حضرت علی برای چیست؟ اگر عقیدهی در 14 قرن و اندی نتوانسته این انسان را آدم کند، از مرتکب شدن گناه دور سازد تا به بهش رفته و از نعمتهای فراوان وصف شده بهرمند و جان سرمدی را در آن به سر آرد، چه وقت این دین به هدفش میرسد؟ باز هم پرسش و تکرار خطای این بند خدا. اعتراف میکنم من اشتباه کردم، ببخشید، خیلی خیلی ببخشید. بله، ایشون اشتباه کرده، سوال کرده. درود و سلام بر تمام دستات، ممنونم. امیدوارم بتونیم یه سیستمی رو را بندازیم که یا ایشون ویدیو بفرسته یا بهتر این کار انجام بشه. فعلا میگم ما اینجا اتفاقا پریشب یه جای مهمون بودم، یکی از دوستانی که شاعرم هست و هنرمندم هست و اینها، ایشون بارها به من این رو گفته، باز هم تکرار کرد که آقا برنامه های NPR رو نگاه کن، برنامه های دیگران رو نگاه کن، اینی که میگن بعدش یه برنامه دیگه. میگم آقا شما برو ببین NPR چند نفر، وقتی یه برنامه رو شما میبینید آخرش ببین چند نفر اسم می‌نویسه، اگزیکیتیو پرودوسر این، نمیدونم کارگردان اون، منشی صحنه اون، اونی که ماشین آورده اون، نمیدونم کمک مکانیک اون اون اون، آخرش هم می‌نویسه فلانی حمایت کرد، فلانی حمایت کرد، فلانی حمایت کرد. آقا ما حمایتتون هم نخواستیم، شما بیا اون برنامه‌ای رو که به من میگی اجرا کن، شما اجرا کن. من میگم آخه من وقت ندارم. گفتم ببین بعدت نیاد، حالا دوتامونم یکی یه دوتا آبجو خوردیم، میگن حرف حقیقت و حرف راست رو از آدم مست بشنو. برای که به پول چسبیدین، شما حاضر نیستی 10 دقیقه از وقتتو برای هممیهنت، برای خودت، حتی این عشقته، پشنته، برای خودت حاضر نیستی، هی میری دنبال پول. اون وقت اون نوشته دوستمون که نوشته بود که اونایی که یاد میگیرن و استفاده نمیکنن، به اصطلاح به کار نمیبندن، یا اونایی که پول جمع میکنن و نمیخورن. در اصل ممنونم. من امروز باور کنید یه ساعت و نیمی مثل دیوونه ها همینجوری میخندیدم و میخواستم این ماجرای کتاب و کتاب فروشی تلویزیون مردم و اداره پست و اینها رو بگم، ولی میگم که این آقای سعیدی با تلفنی که زد یه دفعه بدون قرار قبلی و اینها، من حالا برنامه های کمی ریخته به هم براتون حتما میگم. یه شعری بود به نام گنجشکک اشی مشی، میگفت کی میگیره، میگه یه گنجشکی آمد نشست و سرد بود و اینها، بعد میگه کی میگیره، نمیدونم کی بود، حکیم باشه، نه، یکی میگیره و یکی میکشه و یکی میپزه و یکی هم میخوره، بعد میگه کی میخوره، دوباره سه بار هم میگفت حکیم باشی. ماجرای این کتابا، این دوست ما زحمت کشید، واقعا من ازش ممنونم. حتی از تو پستخونه به من زنگ زد، گفت این زیپ کدی که میدم اینا اشتباه و ایناست. خلاصه با یک زحمت بسیار زیاد این کتابا رو فرستاده. ما هم خب بلد نیستیم، اومدیم یه روشی رو درست کردیم، معرفی کردیم. 3 تا کتاب اولی رو که 2 تاشو هوشنگ، یه دونه‌شو آقا منوچهر، بعد اون روز کتابا رو که نشون دادیم، 5 تا از این کتابا رو یه دوست عزیزی از کانادا خواست و من گفتم آدرس رو بفرست، بیدم
قبل از اینکه اصلا آدرس و اینا رو بفرسته $150 هم فرستاده و ما هم خوشحال هم تشکر کردیم، گفتیم بالاخره یکی پیدا شد که گفته خب بابت هر کتابی $30، 5 تا کتاب خواسته $150. و اما ما هم بسته‌بندی کردیم آدرس و اینها رو، رفتیم پستخونه. اولا پستخونه میگه که ما برای کتاب و میدیا یه نرخ مخصوص داریم، این برای فقط داخل آمریکاست و چیز شامل حال اینترنشنال یا بین الملل نمیشه. گفتم بابا این کالیفرنیا یا این کانادا که این بالای ما هست، اونجایی که اون زندگی میکنه تا جایی که من هستم 9 ساعت راهن دیگه، بعد کامیونای شما هر روز میره و میاد، ما هم این کتاب میخوام با کامیون بفرستیم، خلاصه چشمتون روز بعد نبینید. $70 $69 69.85 اینجا رسمه، 69.85 میگن $70، اگه 69.35 بود میگن 69، راوند اپ راوند داون. خلاصه از ما گرفت، آمدم بیرون خندم گرفت، یاد این شعره افتادم، گفتم اون دوستمون زحمت کشید این پستخونه یه پولی ازش گرفت، آمد اینجا ما اینا رو بکش پایین تو بیسمنت و بیار بالا و اینها نشون بده و وقت بذاره اینها، اون دوست دیگه همون زحمت کشیده خریده. این وسط حکیم باشی ما اداره پست بوده، یه بار از اون پول پست گرفته، یه بار این بار ما رو نقره دار کرد. به این نتیجه رسیدم بگم این کتابا رو فقط برای افرادی که در داخل آمریکا هستن مقرونه به صرفه میشه، هم برای اونها هم برای من که برم پستخونه و بفرستم اینا، چون مثلا یک کتاب میفرستی $4 ده تا باشه احتمالاً میشه $40، ولی این 5 تا کتاب شد $70 و زیاد. ضمناً مثلا اون دوستمون وقتی که من تو برنامه گفتم این کتابا رو، من کتابا رو ورق میزنم همینجوری و عربیه، ایشون پیغام گذاشت که اگه عربیه من بزنم برگرده به پستچی، به اینجا میگن send back to return to sender، یعنی برش گردون به اون کسی که فرستاده. گفتیم بابا این کارو نکن، بدش به یک کتابخونه یا بده به یه دوستش. ایشون نوشته که من والا با ایرانی ها دوست نیستم، اینجا تصمیم گرفتم تنها باشم، دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. در هر صورت ایشون هم گفت که من اون یه $20 میذارم خود کتابه برش میگردونم و در اصولت میبینم که یه کار اضافهی به کارهای من شده که واردم نیستم، یعنی همین که من تصمیم میگیرم حالا امروز صبح برم پستخونه اینجا آمریکا، میدونید آمریکا یه دشتیه، یه کویریه، چی میگن، یه باید بلند شی رانندگی کنی بری بیای. آقای سعیدی من منتظر شما هستم، هر وقت که لطف کنید زنگ بزنید صحبت کنید ببینیم برنامه امروز چی میگه. امروز وقتی میخواستم لباس بپوشم گفتم کت مشکی بپوشم، بعد گفتم یه روز حبیب میمیره، یه روز کلی میمیره، یه روز این بیچاره ها رفتن حالا کلاب، درسته که گی هستن یا هم جنس گرا هستن، به من چه، رفتن اونجا بعد از یک هفته کار کردن. دوستان تو آمریکا شیرتو میکشن تا یه پولی بهت بدن، اینجوری نیست که شما فکر کنید پول روی درخت سبز میشه و اینها. خلاصه رفتن اونجا جمع شدن، بعد یه آدم دیوانه‌ای که خودش هم وقتی داشته اینا رو میکشته زنگ زده به 911، اینجا میگم نمیدونم شما چی میگید، که بله من به اصطلاح چیز میکنه پای بند بودن خودش رو به آیسیس معرفی میکنه. بعد پدرش دیروز گفت آقا اصلا این دیوانه بوده، دوبارم FBI گرفتت شو اینجور. آقای سعیدی اگه صدای ما میشنوی صدای تلویزیون تو کم کن، صدای کامپیوتر تو کم کن، من هم مثل دیگران سراپا گوش و خوشحالم که باز شما سالم در اینجا هستید. من هم خوشحالم جاوید در خدمتتون هستم. نمیدونم صدا من الان خوبه رئیس، صدای شما خوبه ولی اون بکاپ اون صدای میاد هنوز. عرض کنم بهتر شد الان؟ بذارید ببینم. بله بفرمایید. صدای کامپیوترم بود، من اونو تغییر دادم. عرض کنم خوشحالم مجددا در خدمتتون هستم جناب صوفی، تشکر میکنم که پذیرفتید منو و دعوت کردید. عرض کنم اول من یه نکته‌ای رو بگم که این دوستان در مورد اصطلاح اسلام و اینکه بعد چه خوانش‌هایی از اسلام وجود داره، همه این دوستانی که خوانش‌های مختلفی از اسلام دارن، برداشت‌های مختلفی از اسلام دارن، همه‌شون درست میگن، چون اصولاً کتاب به اصطلاح
ایدئولوژیک اسلام یعنی قرآن یک کتابی است با زبان سمبولیک و هر کسی با هر شخصیت و خصوصیت اخلاقی و سطح دانشی که داره میتونه یه برداشت متفاوتی از این کتاب داشته باشه. منتها از بین همه برداشت ها اون برداشتی غیر قابل انکاره، یعنی با همون قوانین یعنی همون نوشته های قرآنی نمیشه اون برداشت رو انکار کرد که داعش ها دارند و جمهوری اسلامی داره. برداشت داعشی و جمهوری اسلامی از قرآن تنها برداشتیه که با دلایل قرآنی نمیشه ردش کرد، ولی برداشت های دیگر از جمله برداشت خانومی که در ابتدای برنامه‌تون صحبت کردند و اونهایی که معتقدند که دین رفعت، دین سازش، دین فلان بهمانه، همه این برداشت ها با دلایل قرآنی قابل رده. من خواستم این آب پاکی رو بریزم دست این دوستان که تلاش نکنن. تا شما سوال کردید از این خانم که خانم این خشونت های اسلام رو چجور تعبیر میکنی، بلافاصله ایشون زد به صحرای کربلا که بله کلیسا هم جنایت کرده، در حالی که در مسیحیت ما یک چنین برداشتی رو از کتاب دینی مسیحیان نمیتونیم به دست بیاریم. اصلا این قسمت رو شما درست نمیگید و من حاضرم مهمان برنامه من باشید یه بار در این مورد صحبت کنیم. آیه های انجیل رو یکی یکی براتون میذارم که میگه اونایی رو که باور ندارن چنین کنید چنان کنید و ثابت کرده طرف که این آیه های قرآن دقیقا کپی آیه های اون قسمت های بزن بکش و قتلو قتلو فلان و اینا یا قتلو هرچی هست دقیقا کپی انجیل هست. یه خواهش دیگه که از شما میکنم و من این رو به عنوان یک کار بدی به اصطلاح بارها ازش انتقاد کردم اینه که وقتی یه دوستی میخواد بیاد برنامه بذاره احتمالاً این باید برنامه صدای من رو کم کنید اونجا لطفاً، صدای اون کامپیوتر رو ببندید اگه امکان داره. ببینید احتمالاً این دوست ما باید رفته باشه یه برنامه‌ای رو تهیه کرده باشه بیاد، نه اینکه بیاد مهمان من که آمده صحبت کرده حالا رفته درباره اون صحبت کنه. ببخشید اینو میگم، ولی این نشون میده که شما هیچ چیزی نداشتی امروز بگی، منتظر بودی که یه مهمانی من داشته باشم از اون مهمان که حالا نیست انتقاد کنید. من ساکت میشم، شما بفرمایید. به احترام شما من این مطلب رو درز میگیرم و دیگه بهش اشاره نمی کنم. بسیار خوب آقای صابی، اتفاقا امروز مطالب زیادی دارم تا حدی که حوصله شما اجازه بده بیشترشون هم راجع به سوالاتی که جناب عالی از من داشتید. آقای سرویس شما برنامه آقای منوچهر رو دیدید که یکی دو هفته منتظر بودن اگه بشه با شما صحبت کنن، بعد دیگه بالاخره تصمیم گرفتن خودشون بیان راجع به اون حکومت شورایی صحبت کنن. البته منوچهر هم یه مقداری بیشتر درباره خودش گفت تا درباره اون طرح و پیشنهادش. نمیدونم دیدید یا ندیدید. بله برنامه ایشون رو شنیدم راجع به حکومت شورایی، منتها خب متاسفانه بیشتر برنامهشون به مطالبی پرداختن که وقت برنامهشون رو در واقع گرفت. خب من امروز جناب سوربی عزیز میخوام از این فرصت استفاده کنم راجع به سوالات شما، برای اینکه احترام بگذارم به این گفته های شما و اینکه چقدر توجه دارم به مطالبی که شما میفرمایید، اونها رو فوکوس کنم روی اونها. بسیار ممنونم، بفرمایید. یک، شما اشاره کردید راجع به ماتریالیست، تفکر ماتریالیستی مایلید بیشتر بدونید. بعد سوال کردید که اصلاح طلبی رو نظر من چیه راجع بهش و اینکه امروز برای ایران چه فکری باید کرد. و همینطور سوالات متعدد دیگه‌ای مثل اینکه مثلا فرض کنید نقش پادشاه رو میگفتید نقش یک پدره در اون تعریفی که من از نظام پادشاهی پارلمانی دادم و میگفتید که نقش پادشاه شبیه نقش پدر هست، بعضیا میگن ابدا اینطور نیست. من منظورم اتفاقا باز کردن این موضوع بود وقتی اشاره به اون نهادهای دموکراتیک در نظام پادشاهی پارلمانی کردم و گفتم که پادشاه مسئولیتش حفظ ارتباط بین اون نهاد هاست و همین. منظورم این بود که اون نهادهای دموکراتیک هستند که نقش پدر جامعه رو بازی میکنند.
و پادشاه همین که این نهادها رو به هم متصل میکنه، انسجام اونها رو تضمین میکنه، در واقع قدرت اون نهادها رو زیاد میکنه و تبدیل میشه به یه سمبل هماهنگ کننده. حالا این پادشاه باید یه دانشی داشته باشه که بتونه این نهادها رو به هم وصل کنه، یا هر کسی به دلیل اینکه باباش پادشاه بوده اینم میتونه، چون ثابت شده خیلی از اینا اصلا علاقه ندارن. نمونهش خود آقای محمد رضا پهلوی علاقه‌ای به این کار نداشته، حتی وقتی که فرار میکنه میره ایتالیا. البته خیلی هم جالبه که اینا هر وقت فرار میکنن جواهراتشون باهاشونه. به خانم ثریا میگه که بابا این جواهرات رو ما بفروشیم بریم آمریکا یه بیزینسی را بندازیم که بعد دیگه سوالی مطرح میکنید حتی امکان کوتاه باشه که من رشته افکارم گسیخته نشه. آیا این پادشاه که میخواد یک سمبولی باشه، نشونه مثل همون دقیقا، حالا باز برگردیم، مثل پدر خانواده که اگه بچه ها هم اختلافی دارن اون با به اصطلاح دانشی که داره، با آگاهی که داره، بتونه اینها رو زیر یک سقف جمع کنه، که میبینیم این روزا حتی پدرها هم نمیتونن بچه هاشون رو زیر یک سقف نگه دارن. آیا شرایط خاصی داره؟ باید سنی ازش گذشته باشه؟ باید مدرسه ای رفته باشه یا نه؟ نه ابدا شرایطی نداره. برای این اون کسی که این کارو میکنه شخص پادشاه نیست. ببینید دقت کنید آقای سوردی، وقتی در یک سیستمی فرض بفرمایید سیستم پادشاهی، پادشاه میره به یه جایگاهی میشینه که تبدیل میشه به یک فقط یک ارگان، یک سازمانی که وظایفی رو براش تعیین کردن. سامانه پادشاهی وظایفش در یک کشور پیشرفته یک قرن 21 ایجاد هماهنگی بین نهادهای دموکراتیکه. این به اون معنی نیست که اگر پادشاهی مریض بود یا نبود این کار متوقف میشه، نه، سامانه پادشاهی این کار رو انجام میده و این پدران جامعه اون که شخصیت هایی هستن که این نهادهای دموکراتیک رو تشکیل دادن. آخه شما وقتی میگید سامانه پادشاهی منظورتون شورای سلطنته؟ نه ابدا. ببینید چیه، برای ما اینو توضیح بدید. منی که فارسی صحبت میکنم، شمایی که فارسی صحبت میکنید، اگر وقتی شماها این اسم جدیدی رو که چند ساله هی میگید سامانه پادشاهی، بعد تو مغز من نادان میاد که شورایی هست، اگر شاه مریض بود مثلا خانمش نایب السلطنه میشه، وزیر، نخست وزیر میاد، 4 تا آدم سالم و با شعور و با تحصیلات میان. ولی شما ببخشید اینو میگم، شما رد گم میکنی، یه وقت میگی که نه اون که نیست، که سوادم لازم نیست داشته باشه. اولا اگه همچین شغلی شما سراغ دارید، آیا فکر نمیکنید اون موقع 80 میلیون ایرانی به همدیگه دعوا میکنن، همدیگه رو میکشن که میخوان شاه بشن؟ یه شغلی که شما میگی هیچ مسئولیتی نداره، حقوق خوبی هم داره. شما باید دنبال کسی بگردید که این مسئولیت رو قبول کنه، برای اینکه پادشاهی دیگه منفعتی نداره برای شخص پادشاه جز این که زیر ذره بین ملت باشه، همه امور خصوصیش زیر ذره بین مردم باشه، هزار یک کاری که آدمای آزاد میتونن انجام بدن اون نتونه انجام بده. شما دنبال کسی باید بگردید که چنین مسئولیتی رو قبول کنه. خب پس وقتی شما میگید شما من هستم نماینده مجلسم، کی میره دنبال پادشاهی میگرده؟ دنبال پادشاه. شما متاسفانه شما آدم باهوشی هستید، ولی نمیدونم چطور به اون برنامه‌ای که من داشتم و راجع به این مسئله صحبت کردم دقت کافی رو نکردید. ببینید اولا یادتونه تو اون برنامه عکس یه بچه رو نشون دادید که با قاشق میخواست قاشقی رو به دهانش ببره، ولی چون سرش رو بالا گرفته بود هیچ موقع قاشق به دهنش نمیرسید. الان نوه خودم 2 ماه شده همین کارو میکنه، با دستش میخواد بزنه به صورت خودش. ببینید صورت خودش بدنه. ببینید که اونجا شما اشاره کردید، گفتید اپوزیسیون هم همین وضعو پیدا کرده. حالا میخوای منو مقایسه کنی با اون بچه؟ یادتون میاد اول این که بله ولی من دارم اینو به شما به جای این که اینا رو بگی، خیلی ساده نیست که ببینید شما یه بار گفتید که هیچ شرایطی نباید داشته باشه. پس یعنی سلطنت خدا ازتون خواهش میکنم اجازه بدید من این مطلب رو من ساکت میشم بفرمایید. ببینید اون موقعی که شما این صحنه رو نشون دادید و این رو تشبیه کردید به وضعیت اپوزیسیون، یعنی اپوزیسیونی که همه ابزار رو در اختیار داره ولی قادر نیست کاری انجام بده، یعنی همه اپوزیسیون سر یه نقاط مشترکی به هم با هم تفاهم دارن ولی هرگز نمیتونن دور هم جمع بشن. میدونی چرا این اتفاق افتاده جناب سوردی؟ علت اصلیش اینه که اپوزیسیون فاقد آرمان سیاسیه. این که من گفتم که پادشاهی یکی از راه‌های نجات آینده ایرانه،
دقیقا منظورم همین بود. ما ابزار رو در اختیار داریم، چون آرمان سیاسی نداریم، ما رو سر کار گذاشتند. یه عده اون موقعی که سپاه پاسداران در سال 94 شمسی 95 شمسی داشت کودتا میکرد و اون در دوران خاتمی کودتای تقریبا روسی داشت انجام میداد و شخص خامنه‌ای هم داشت این مسئله رو پروموت میکرد، اون موقع اینها تشخیص دادن که بعد از اون قرار شمشیر رو برای مردم ایران از رو ببندن. از اون لحظه بود که ما شاهد بودیم توی خارج از ایران، چون میدونستن که باید شمشیر رو از رو برای مردم ایران ببندن و کودتای روسی رو کرده بودن، و اونجا بود که ما سر و کله تلویزیون رنگارنگ در امریکا پیدا شد و هزاران اقدام مختلف، اشخاص مختلف رو تربیت کردند. یکی اومد استخونهای مصدق رو از قبر بیرون کشید برای اینکه مانع از اتحاد بین ملیون و مثلا شاهزاده رضا پهلوی بشه. چرا؟ برای اینکه هر چقدر این استخونها رو بیشتر از خاک بیارن بیرون و مسئله تضاد بین مصدق و شاه در اون زمان رو بزرگ بکنن، خود به خود اتحادی در اپوزیسیون به وجود نخواهد اومد. یه عده اومدن صحبت از فدرالیزم کردن، مثل نوری علاها، مثل اون آقایی که آذربایجانیه، اسمش هم همیشه من یادم میره، آقای صدرالاشرافی ها. این آدم ها رو فرستادن. نمیگم اینا مزدور هستند. سیستم وقتی اون انقلاب در واقع اون کودتای روسی رو انجام داد، در واقع یه عده مزدور فرستاد خارج، یک عده رو هم به مزدوری گرفت، اونم مزدوری بدون مواجب. چرا؟ برای اینکه اینا دارای تعصبات خاصی بودن، دارای استعدادهای خاصی بودن و اینها رو به کار گرفتن، اینها رو تشویق کردن به طور غیر مستقیم، یکی رو با پول، یکی رو با پول و مواد مخدر، یکی رو با فلان وسیله، یکی رو به بهمان وسیله، اینا رو وارد صحنه چیز کردن، مدیا کردن و اجازه ندادن که این بچه این قاشق رو به دهانش ببره. اون باز اشاره به اون صحنه که نشون دادید میکنم. یعنی چی؟ یعنی این که این یه کار علمی بوده آقای سربی عزیز. خود شما هم بازی اینها رو خوردید، خیلی های دیگه هم خوردن، هنوز هم خوب دارید انجام میدید، به کاراتون ادامه میدید. ولی این رو بدونید، دشمنان ما، دشمنان ایران که دل همه ما، من و شما براش میتپه، کارشون رو علمی انجام میدن آقای سربی. اونها جریانهای موجود در جامعه رو میشناسن، میشینن نظریه پردازی میکنن. همون مطلبی رو که در 4 می در برنامه‌تون ظرف 6 دقیقه من توضیح دادم، اون برنامه رو سر ایران میارن که اشاره کردم کودتا، یعنی کودتای اسلامی در ایران رو طراحی میکنن بدون اینکه ما خبر داشته باشیم، و فقط هم از جهل، تعصب و عدم آگاهی ما بهره برداری میکنن. خیلی از ما رو به عنوان مزدور بی مزد و مواجب به کار میگیرن، به جون هم میندازن و نتیجه این میشه که امروز ما شاهدش هستیم. اگر بنده در برنامه اشاره کردم به تفکر ماتریالیستی، دقیقا منظورم همین بود آقای سربی، که ما بدون تعصب، بدون جهتگیری شخصی، پیش‌داوری منطبق با واقعیت‌های موجود و شرایط عینی فکر بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بررسی مجدد، دقیق و همه جانبه‌ای بکنیم از همه تعاریفی که داشتیم، از همه فرضهایی که داشتیم، از همه باورها و تصوراتی که داشتیم و اون نتایجی که گرفتیم به اونا شک بکنیم و تعریف‌های جدید رو سعی بکنیم به دست بیاریم از چیزهایی که در قبل در واقع تعریف کردیم، تعاریف جدید به دست بیاریم. اینا این تفکر ماتریالیستیه. اگر با این موافق هستید، اگه شما فکر میکنید این طرز تفکر درست تر به نظر
نظر میاد، منطقی تر به نظر میاد، باید بهتون بگم که خود شما یکی از بزرگترین مشکلاتتون اینه که خودتون رو برنامه‌ریزی مجدد بکنید. این که شما از این شاخه به اون شاخه میپرید و نمیتونید روی یه چیزی تمرکز کنید، یکی از ایرادهای دوست عزیز من آقای سوربیه. منم به ارادت قلبی به شما دارم، آدم بسیار با دوست داشتنی میشناسم شما رو، منتها خب این اشکالات هم دارید دیگه، من و شما هممون یادایی داریم، به عنوان دوست باید اینا رو به هم متذکر بشیم. ممنونم از شما. حالا من ببینید، برنامه شما به این صورتی که یه چیزی رو شروع میکنید، بعد ضمن این که یه نوعی سوال از من میپرسید، وقتی من میخوام یه چیزی بگم شما میگی بذار من این صحبت رو تموم کنم. ببینید اولا ما داریم که ادب از که آموختی از بی ادبان، برفرض که من شاخه به شاخه میپرم، شما سعی کنید این کار رو انجام ندید، قشنگ بیاین صحبتتون رو توی چپترهای مختلف، فصلهای مختلف برای بینندگان بگید و از اونا هم بخواین که اگه با شما موافقن تماس بگیرن یا با من تماس بگیرن، من براتون منتقل کنم. ببینید درباره مثلا این پیدایش رنگارنگ و اینو شما به عنوان یه دسیسه و آنها، اولا گفتید سال 94 و 84 شمسی، من نمیدونم منظورتون موقع 96، در واقع بین 95 تا 98 این مسئله کودتای سپاه پاسداران از قبل از اون بوده. عزیزم پس میشه 90 میشه میلادی 1996 و 98. معذرت میخوام ازتون، 1300 خیلی عوض میخوام، میلادی. بله اوکی بله. ببینید من مثلا حالا بیام قبول کنم که شما درست میگی، من که خودمو میشناسم، من بگم خب من که پول نگرفتم، مزدورم که نیستم، حتما جزو اون گروهی هستم که آقای سعیدی باور داره ما بازیچه شدیم. وقتی به یکی میگی بازی خوردی یعنی بازیچه دست اونها شدیم. خب شما بیا همین سوربی رو که از اینجوری رک صحبت کردنش خوشت میاد، میدونی که چیزی بیرون و تو نداره، هرچی تو مرسیه رو زبون شه، هرچی تو دلش رو زبون شه، اینو شما بیا به مردم بگو، بگو آقا این یکی اینجوریه، اون یکی بله معتاد بوده، شب تا شب میمده تلویزیون رنگارنگ که یه دودی بکشه، یه سیگاری بکشه. ولی من پرسشم از شماها اینه، شمایی که یه بار میگید سال 1357 اون انقلاب روسیه شده و اینها، شماها کجا بودید؟ شماها چرا اون چیزی رو که دوست داشتید نرفتید دنبالش؟ اگر شماها طرفدار پادشاهی مقایسه کنیم، شماها ثروتمندترین قسمت اپوزیسیون بودید. چی شد؟ چرا همتون اون اوائل، وقتی میگم همتون جمع میبندم، من شما رو نمیدونم، مثلا آقای منوچهر گنجی میدونم، دوگران میدونم، چرا اون اوائل همه رفتن دنبال اینکه یکی نونوایی باز کنه، یکی رانند تاکسی بشه، اصلا قطع رابطه کردن با ایران، یکی بره دادگاه ایران رو شکایت کنه پول بگیره؟ یعنی هیچ چیزی تو مغزشون نبود درباره ایران، درباره این بود که الان که اینجا رسیدیم چگونه اینجا به اصطلاح محکمتر وایسیم. و خیلی از اینا، شما رو نمیدونم، خیلی از اینا بچه هاشون متولد کشورهای دیگه بودن که خود این نشون میده اینها به ایران اطمینان نداشتن. یعنی اینا میدونستن زود سون و لید یا دیر و زود این اتفاق میفته. من میگم شاه مملکت امروز خانم فرح پهلوی میاد با درد صحبت میکنه، مردم هم میشینن گریه میکنن، بعد میگه ما که اومدیم فقط دو ماه معالجه و برگشتیم، بعد بلا فاصله 5 دقیقه بعدش میگه ما جواهراتمون و فامیلمون دزدید، یه هندی گولمون زد. یکی از شما بپرسه آقای سعیدی، شما که اهل مسافرت هستی، وقتی میری سفر موقت جواهراتتو با خودت میبری یا میذاری توی بانک توی خونه دست داداشه دست خانواده، که اقلا یه جایی که دروی رو چرخ ماشین نباشه؟ چرا اینا دروغ میگن به مردم؟ چرا اینا نرفتن یه کاری بکنن؟ چرا پول ندادن نیرو جذب کنن؟ اگه یه کسی آمده سوربی رو تونسته توی آمریکا، این آقا رفته با FPA شروع کرده، فیرفاکس پابلیک اکسس، اصلا هیچ کاری با سیستم ایرانی نداشته، بعد اومده بله اون آقا هم گفته بله صدات خوبه بیا اینجا برنامه بذار، اینم هفته نیم ساعت اومده. سوربی چه انقلاب کبیری به راه انداخت که آقای رضا پهلوی نتونست به کاراش برسه. آقا به من میگفتن رضا پهلوی به تو پول داده، چون این مطرح نبوده تو بیای مطرحش کنی. من میگم آقا دست از این فلسفه دسیسه و
نمیدونم چیز برداریم، شما بگید برنامه من اینه، به مردم برنامه‌تون رو معرفی کنید، با آقای رضا پهلوی به دفترش تماس بگیرید، بگید برنامه من اینه، خود شما بهتون ثابت بشه که اینا مرد عمل نبوده، نیستن و نخواهند بود. من ساکت میشم، شما بفرمایید. من از همه حرفایی که فرمودید فقط همین نکته آخر رو میگیرم، مرد عمل نیستن. جامعه ای که متکی به عمل یک فرد به عنوان رهبر باشه جامعه مریضه. شاهزاده رضا پهلوی بسیار عاقلانه داره عمل میکنه. ایشون نه رهبر جامعه است، نه دوست داره که رهبر جامعه باشه، از رفتارش مشخصه و اصولا اعتقاد نداره که جامعه‌ای که رهبر داشته باشه جامعه سالمیه. ایشون معتقد یک جامعه پویا وقتی میتونه به اصطلاح خودش رو نجات بده و در این رقابت تنگاتنگ در دنیا موفق بشه که هزاران هزار رهبر داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی همون مطلبی که من خدمتون عرض کردم، گفتم که باید اون کانون‌های دموکراتیک در جامعه باشند که سلامت سیاسی جامعه رو تضمین می‌کنند. منظورم همین بود. یعنی صدها وکیل و استاد دانشگاه و قاضی و غیره و غیره اینها امور مملکت رو زیر ذره بین داشته باشند، بدون اینکه در قوه قضاییه باشند، در قوه مقننه باشند یا در قوه اجرائیه. بسیار ممنون، این پیشنهاد خوبیه، ولی من یه سوال از شما دارم. شما همین الان گفتید که، یعنی ضد و نقیض گفتید، اول گفتید که اون پدیده رنگارنگ و اون وجود سربی و ضیاءالدین صدرالاشراف اشرافی و دیگران و محیط و این و اون باعث شده که مثلا نشه، بعد همین دو دقیقه بعد، پنج دقیقه بعد میگید که شاهزاده خیلی باهوشه، خیلی عاقلانه داره رفتار میکنه. وقتی میگید عاقلانه یعنی کارهایی که تا امروز انجام داده مورد قبول شماست. اگه کارایی که انجام داده خوب و مورد قبول شماست، پس هیچ کس نتونسته دست اندازی باشه یا سنگی بر سر راه ایشون باشه. این نمیخونه با هم، با اون چیزی که شما گفتی قبلا. شما این کارایی رو که ایشون کرده قبول داری تا امروز؟ روس کارهایی که شاهزاده کرده رو من عرض میکنم. یک، نه جواب بدین به من، قبول دارید این کارایی که انجام داده؟ 100%. برنامه‌اش چیه؟ برنامه‌اش برای فردا چیه؟ برنامه‌اش برای فردا چیه آقای سعیدی؟ اولین اقدام ایشون ایجاد حفظ ارتباط با داخل کشور بوده که این فوق‌العاده بوده. یعنی چی؟ یعنی این که تلاش کرده یک ارتباطی، یک کانالی رو به وجود بیاره، ارتباطی با ایران، حتی با نوه خمینی هم ملاقات کرده. چرا؟ برای اینکه ایشون به خوبی میدونه که تحولات داخلی کشور تلاش میشه که مدیریت بشه توسط نظام و ایشون باید تلاش بکنه که در این مدیریت دخالت بکنه و نقشی برای خودش باز بکنه، ارتباطی ایجاد بکنه. دو، ایشون جنبش اصلاح طلبی مردم ایران رو به رسمیت شناخته. سه، ایشون خودش رو به عنوان یک رهبر جلو ننداخته. این یکی از بزرگترین کارهاییه که شاهزاده کرده. درست شورای ملی رو چیز کرده، تشویق کرده، ولی حتی حاضر نبوده که خودش رو رهبریت قبول کنه. گفته من فقط سخنگوی این شورا. همه اینا یه جور به زبان بی زبانی به مردم پیام دادنه که اگه میخواهید مشکلاتتون رو حل کنید باید در گیوه رو بالا بکشید، باید کمر راست بکنید، باید بها پرداخت کنید. یعنی آقای رضا پهلوی با یه زبان مخصوصی صحبت میکنه که افرادی مثل شما فقط میفهمن و افرادی مثل من احتیاج به ترجمه و تفسیر دارن، و الا مثل خمینی نمیتونه به مردم بگه که پس فردا بیاین تو خیابون، مردم هم بیان تو خیابون. اون روش خمینیه، نتیجهش هم دیدیم بعد از 37 سال دیگه. اگر آدم بره دنبال بسیج توده ها، نتیجهش همین میشه که جمهوری اسلامی انجام داد. جامعه را از طریق بسیج کردن الیت های جامعه میشه نجات داد. شما چند تا الیت که با ایشون هستن اسم ببرید، به غیر از این آقای دکتر مهدی آقا زمانی که من نمیدونم رشتهش چیه، به غیر از اون خانم گلستان، به غیر از اون آقا که هر کیم دو کلاس سواد داشته، دوربر ایشون بوده، بعدن ایشون رو ول کرده، گفته بابا این اصلا فقط به این پیروپاتالای مثل اویسی گوش میده. یه سری هم جوان سودجو آمدن دوربرش که اونا هم تازه میگن فرستاده های ایران هستن.
جناب سوروی، یکی از بزرگترین مشکلات ما ایرانی ها اینه که اگر جمهوری اسلامی هم امروز کوتاه بیاد بخواد پادشاهی در ایران اعلام بکنه، امریکا و بسیاری از کشورهای غربی اجازه نمیدن. مسئله اینجاست، من وقتی عرض کردم راه نجات ایران تقویت آرمان پادشاهیه، فهمیدن این موضوع که پهلوی ها داشتن ما را به مسیر درستی می بردن در یه مقطع تاریخی، این قضیه منظور من بوده. شما میتونی به من بگی آمریکا دوست ماست یا دشمن ماست؟ آمریکا دوست پادشاهی بود یا دشمن؟ اگر دوست پادشاهی بود، چرا فکر میکنید آمریکا پادشاه رو به اصطلاح انداخت؟ اگر دشمنش هست، چرا امروز آقای رضا پهلوی رفته 15 کیلومتری 15 مایلی وایت هاوس نشسته؟ چرا بر نمیگرده بره تو اروپا نزدیکتر باشه با ایران؟ ایرانیای بیشتری اونجا هستن، از اونجا حتی با ماشین میشه یه شبه بری ایران. ایشون که خیلی از مواقع تا اونجا که من میدونم اروپا هستش و فعالیت های سیاسیش رو سعی کرده بکشونه به اون طرف. ولی مسئله اینجاست جناب سوربی، حتی گفتم اگه اون بر قضیه هم درست بشه، یعنی تو خود ایران مردم به یه تفاهمی برسن، اینو بدونید استعمارگرها زمانی که محمد رضا شاه رو از ایران بیرون کردن، 1001 دلیل داشتن که این نظام خطرناکه براشون، این نظام در خاورمیانه الگوی بدیه، در اونجا همه سیستم های توتال به اصطلاح منسجم رو قرار بوده از بین ببرن. صدام هم قربانی همین قضیه شد. صدام در واقع قربانی پروژه‌ای شد که در پس اون پروژه قرار بود جمهوری اسلامی خاورمیانه رو به این لجنزار تبدیل بکنه. شما اون فیلم هیتمن اقتصادی رو دیدید؟ دانه؟ یه فیلمی هست راجع به هیتمن اقتصادی که بله اینا صدام اصلا قرار نبوده هیچ کاری انجام بده. صدام و پسر عموش رو اینها آوردن گذاشتن سر کار، این حکومت سعودی عربیا. و میبینید سعودی عربیا هم هر وقتی که یک کمی میخواد پاشو کج بذاره، اینها یقش رو میگیرن. حالا یا اوباما میاد میگه نمیدونم حقوق به اصطلاح چی میگن هیومن رایت رو رعایت نکرده، یا سازمان ملل میگه حقوق بچه‌ها رو رعایت نکرده، اونام فوری از اون ور یا پول میریزن یا نفت رو ارزون میکنن تا برگردن. یعنی اون با سیاست دسیسه رو شما این میخوای برگردی، خب باید بشینیم رو اون صحبت کنی. اگه دسیسه اینها بوده که ایران پادشاهی از بین بره، پس هیچ وقت نمیخوان اینا. اگه نمیخوان، شما چرا داری زور میزنی که پادشاهی بیاد؟ چقدر خوب گفتید، در واقع من دارم زور میزنم. منظورم فعالیت بود، ببخشید. واقعا واقعیت گفتید آقای سوری. بله. این مسئله ایه که اگر همه ملت ایران یک پارچه بهش توجه بکنن، باز موانع بسیار جدی در سر راهشون هست. و اون فیلم هیتمن اقتصادی هم به نظر من زیاد منطقی چیز نبود، بیشتر یه جور شو بودش تا یه چیز منطقی. برای اینکه من میدونم سیاست خارجی امریکا توی وزارت امور خارجه امریکا به اندازه کافی متفکر و اندیشمند وجود داره که به این آقایی که اصلا شکل این حرف هم نبود نیاز نباشه. ولی کلن این جور چیزا زیاد آقای سوربی برای سرکار گذاشتن من و شما. امریکا 1001 کار میکنه، یه روز میاد میگه من کودتا 28 مرداد پول فرستادم، معلوم نیست بین فاصله 25 مرداد تا 28 مرداد تو این 3 روز چجوری پول تهیه کردن به ایران فرستادن، سازماندهی کردن، نمیدونم جاهلا رو ریختن. ببینید در اینقدر مسائل رو اینا راحت چیز میکنن، به اصطلاح ما رو سر کار میذارن که دلیلش هم فقر ماست، دلیلش فقر فکری ما مردم دیگه. ما که تو اون شرایط همه ارزش‌ها رو زیر پا گذاشتیم و فرصت تاریخی رو اونطور با دست خودمون نابود کردیم، معلومه که امروز هم 1001 بازی بخوریم. ببینید شما یه بار گفتید اونا تصمیم گرفتن، حالا برگشتید میگین ما. و اگر باور دارید که آقای رضا پهلوی یه شخص فرهیخته‌ای هست، همین الان که ما خداحافظی کردیم با دفتر ایشون تماس بگیرید، بهشون بگید که از طریق تلویزیونشون که با ایران در تماس هستن و شما فکر میکنید مردم نشستن برنامه ایشون رو نگاه میکنن، به مردم راهنمایی کنن، این دسیسه ها رو براشون باز کنن که ما اونو درست میگی شما. یه روز آمریکا میاد میگه که خمینی میخواد ما رو نابود کنه، بعد میبینیم که اینها با هم رابطه داشتن، از دوره ریگان گرفته، از قبلش کارتر گرفته، حتی برمیگرده به دوره
کندی، میگن با کندی هم خمینی در تماس بوده. صحبتایی که شما میکنید باور کنید، صحبتایی که خود منم همین چیزو دارم، گاهی وقتا فکر میکنم که همه ما بازیچه دست اینها هستیم، بعد از طرفی میگم نه بابا، اون سیستم دسیسه و 300 نفر دنیا رو میگردونن که اون پروژه آقای حقا هست. از اون ور اونم میگفت اینا میگردونن، بعد این میخواست خودش چیز کنه. خب یکی از باز بپرسه آیا شما جز اون 300 نفر هستید؟ ولی جواب نمیدن. در صورت ممنونم، من ساکت میشم. اگه موضوع دیگه هست به قول آمریکا. بله، یکی در مورد اون تلویزیون رنگارنگ بگم. خوب من یادمه که یه دوستی که در اونجا کار میکرد به من میگفت که این یه روز رفتم اونجا، 7-8 تا آخوند نشسته بودن تو اون تلویزیون، داشتن تلویزیون سلام رو راه مینداختن و میگفت من وحشت کردم مثلا وقتی رفتم توی رنگارنگ اون صحنه رو دیدم. من این که میگم که پروژه رنگارنگ رو اسم گذاری کردم تو برنامه های خودم پیش بهگام بی خود نبود، برای اینکه این تلویزیونی بود که حقا توش اومد، عرض کنم در فوش و بد و بیرا گفتن به اسلام متداول شد توش، انواع و اقسام شخصیت ها با قیافه های عجیب و غریب رو صحنه اومدن و از اصولا شکارچی تضادها، اونجا شکار تضادها انجام میشد توی اون تلویزیون. حالا این آخوندهایی که میگید مال تلویزیون سلام و اینها، اگه بعضیا برن چک کنن شما اون قسمت رو درست میگید. حتی تلویزیون رنگارنگ دو وقتی شروع شد که تو نیویورک و اینا بود، بعد گویا اون آقای هدایتی و دیگران خریدن و رفتن. اونا که حالا آمدن کالیفرنیا، اونجا نزدیک شما هستن، اتفاقا من یه برنامه میخوام بذارم، اون آقای منوچهر معتمری، اون آقای حائری که من اصلا ازشون از حائری فیلم گرفتم، آقای باتمانگلیش منو استخدام کرده بود، رفتم دم کپیتال اینجا فیلم گرفتم، با عبا و عمامه اومد فوش به خمینی و همه میداد. حالا اونجا دفتر باز کرده در کالیفرنیای شماها که طرفدار پادشاهی هستی، شماهایی که به جیمی کارتر که میخواد بیاد کتابش رو معرفی کنه فوش میدید، اونجا دفتر باز کرده میگه آقایون خانما اگر میخواین چیزای مصادره شدتون رو پس بگیرید من این کار انجام میدم. و یکی از شما سوال نمی کنید آقا چجوری تو آمدی اون ماجراهای دادگاه ببخشید بنگذاری های آرژانتین و اینا رو گفتی که هنوز که هنوز رفسنجانی نمیتونه به اصطلاح کشورهای دیگه مسافرت کنه چون میگیرنش بابت اون، ولی امروز میری ایران و میای و توی دادگاه ها چیز داری. من فکر کنم تنها دلیلی که اینها تونستن توی قلب کالیفرنیا با شماها باشن اینه که سلطنت طلبا اونجا هستن و سلطنت طلبا دنبال طلبشون هستن، همچنین که طلبشون رو بگیرن به قول آقای هادی خورسندی گور پدر سلطنت. اولا که من اصلا کالیفرنیا نیستم آقای سازی، من رو نسبت میدید به سلطنت طلبا، خودتون هم خوب میدونید که من سلطنت طلب نیستم. بله میخوام یک کمی چیت کنم، چی میگن قلقلکت بدم بری دنبال این ماجراها. آقای منوچهر معتمر یا معتمرزاده با اون لهجه شیرین اصفهانی و آقای حائری که بیچاره اون آقای فاضلی هم تو انگلستان امکاناتی در اختیار این گزارش فیلمای پر کردن، بعدم خود آقای فاضلی که نقش آخوند رو بازی میکرد حقیقتا حتی عمامه پیچیدن و اینا رو میگن از این یاد گرفته، ولی این آقا وقتی رسید کالیفرنیا فکل کراواتی شد. عرض کنم به خدمتت که جاب سوردی یه مطلبی که شما اشاره کردی، خب در مورد اصلاح طلبی هم یه سوالی داشتید شما. بله بله. در این مورد ببینید آقای سوردی، هموطنهای عزیز، اصلاح طلبی اصلا چیه؟ عرض کردم من توی اون صحبتم که باید تعاریف خودمون رو تجدید نظر کنیم، از هر چیزی تعریف جدیدی به دست بیاریم. مثلا روشنفکر چه جور آدمیه؟ اصلاح طلبی چه پدیده‌ایه؟ حالا من سعی میکنم مثلا یه به صورت کوتاه بگم. به نظر من اصلاح طلبی توی یه جامعه‌ای که پویاست و در حال تحوله، یه فرایندیه که در اثر عمیق شدن تضادهای موجود در اون جامعه به وجود میاد. یعنی هرچی تضادها عمیق‌تر میشن، شکاف بین به اصطلاح خواسته های مردم با هم دیگه زیادتر میشه، این پدیده اصلاح طلبی بیشتر فرصت رشد پیدا میکنه. این یه پدیده ایه که دلیل سالم بودن یه جامعه است. علت این که یه عده‌ای توی خارج راه افتادند و
هم و غمشون کوبیدن اصلاح طلبی در ایرانه، دقیقاً به این دلیله که نظام جمهوری اسلامی و هواداران خارجی این نظام، یعنی محافل مالی که نفعشون در بقای این شرایط، یعنی فناتیکای تندرو، بنیادگرای تندرو، نه من صحبت از محافل مالی میکنم در خارج از ایران داره. که منفعت اونها اینه که این شرایط در خاورمیانه ادامه پیدا کنه. سودشون تو اینه که تندروها سر کار باشه. بله، یعنی جمهوری اسلامی رو فعلا مایلن که ادامه داشته باشه، منتها هر کدوم دارن میکشن که این سیستم کاملا در آقای سعیدی، پس شما راجع به رفراندوم و ریفورمیست و اصلاح طلبا با من موافقید؟ من همیشه میگم بابا این کلمه ها ممکنه استفادهی که اینا ازش میکنن بدش کرده، ولی حقیقتا معنی اصلیش درسته. اگه ما اصلاح طلب نبودیم هنوز توی غار باید زندگی میکردیم، اگه اصلاح طلب نبودیم هنوز با اسب و درشکی باید میرفتیم، اصلاح طلب بودیم که اینا رو هی ریفرم کردیم، عوض کردیم، آمدیم جلو. یا آقایی هم هست به نام آقای پیر مؤذن، اگه کسی میشناسه ایشون رو، یا چون فامیلیش و اسمش رو من با فارسی نوشتم، با انگلیسی هم نوشتم، پیداش نکردم. یکی از اون سه تا دکتری هم هست که هم دکتر جراح هست، هم مثل که تو مجلس ششم توی ایران نماینده بوده، بعد آمده اینجا. اتفاقا خیلی جالبه، ممنونم که شما این رو گفتید، این بنده خدا هم یکی از اونایی که اون تندروا یا اونایی که به خاطر منافع اقتصادیشون دشمن ریفورمیستا هستن، این رو توی کالیفرنیا هم هی سرکوب میکنن. اون فیلم رو حتما ببینید، پرگار خانم کیه فرنودی، نهضت فرنودی، یا آقای دیگه دکتره و این آقای پیر مؤذن صحبت میکنه راجع به جامعه ایرانی خارج، مخصوصا لس آنجلس. بفرمایید. مرسی که این رو فرمودید. چشمان نگاه میکنم. ببینید جناب سربیم، این پدیده اصلاح طلبی همونطور که عرض کردم نشانه سلامتی یک جامعه است، جامعه‌ای که حالت پویایی داره، حرکت داره. جمهوری اسلامی از فردای روزی که این اسم روی خودش گذاشت، شدیداً از این قسمت اول اسم، یعنی جمهوریتش، صدمه دیده و به قول معروف یه غلطی کرده که توش مونده. و حالا این پدیده اصلاح طلبی هم موی دماغ شده براش و هر جاشو میگیره از یه جای دیگه در میده کنترل از دستش. چرا؟ برای اینکه جامعه ایران در زمان 57 به اون درجه از رشد اجتماعی رسیده بود که پیایندهاش بعد از 37 سال هنوز خودش نشون میده و هنوز اون طبقه متوسط که خیلی از چیزها رو از دست داده و صدمه های زیادی دیده هنوز داره تلاش میکنه و عکس العمل نشون میده. و من میخوام بگم که این به اصطلاح پدیده اصلاح طلبی فرق داره با اصلاح طلب های حکومتی و اون تلاشی که جمهوری اسلامی میکنه تا این جریان رو مدیریت بکنه. خود این پدیده یک پدیده به اصطلاح بسیار مفیده در هر جامعه. به این دلیل من معتقدم که شاهزاده رضا پهلوی بسیار داره درست عمل میکنه، خیلی سیاسی داره عمل میکنه. و حالا بگذاریم اشخاصی دارن سمپاشی میکنن، سمپاشی کردن، خود شما هم به اندازه کافی دارید این کارو میکنید. من که حقوق گرفتم قربان، حقوق گرفتم ایشونو معروف کنم. ولی به هر حال جناب سوری، از اونجایی که من به حسن نیت شما، یعنی اون ته فکر شما باور دارم و معتقدم که یه آدمی هستید با یک صفا و یک تینت به اصطلاح خوب و پاک، معتقد هستم اتفاقا آدمایی مثل شما رو بایستی به راه آورد. یعنی اگه آدمایی مثل شما که پرکارن، پر انرژی ان، پیگیر هستند، اینا متوجه بشن، باور کنید من خودم بارها تلاش کردم که با همین آقای بهرام مشیری، بله چقدر من صحبت کردم، ازش خواستم، گفتم آقا تو این استخونای مصدق رو ول کن، تو بیا سیاسی فکر کن، توجه کن، یه ابزاری در اختیار ملت ایران هست، این ابزار رو تقویت بکن. و همون آرمان سیاسی که عرض کردم ما به خاطر فقدان اون داریم دور خودمون میچرخیم. مسئله پادشاهی و جمهوری و اینا نیست، مسئله آینده ایرانه، مسئله آینده نسل‌هاییه که
قرار تو صف وایسادن تا نابود بشن میلیون ها ایرانی در امروز آینده. مسئله اونه، مسئله اینه که چیزیه که بنده زنده نخواهم بود اون رو نتیجه شو ببینم، ولی امروز انقدر برای اون آب و خاک ارزش قائل هستم که به خاطرش حرف بزنم. ممنونم از شما. من ضمناً بعد از اینکه اون بار با هم صحبت کردیم یه پیامی رو شماره تلفنی که از بهکام داشتم گذاشتم، جواب نداد. امیدوارم که حالش خوب باشه، چون اصلا ازش خبری ندارم. در صورت اگر دوستانی هستن که در تماس هستن با بهکام، لطف کنن به ما هم خبر سلامتی و خوبی اونو بدن. آقای سعیدی ممنونم ازت، لطف کن اگر باز هم میخوای در موردی صحبت کنی از قبل با هم هماهنگ کنیم و بشنون دوستان نظر شما رو هم بشنون داشته باشن. بارها گفتم شما برنامه خوبی رو در تلویزیون ندا آزادی، اینقدر اسم عوض کرد بهکام که ما نفهمیدیم کدومش بود، ندا تی وی، ندا بیداری. بله آخه وقتی ندا بیداری بود اون موقع بود که با خانم صفاری بود و اینها، بعدن دعواشون شد، اون گفت بیداریشو از من دزدیده، اون یکی گفت ندا رو اون از من دزدیده. آقای ستار دلارم که اون کنار یواشکی کنار مجسمه که مجسمه ساخته بودن بفروشن و تمر چاپ کرده بودن بفروشن، اسم ندا رو می‌نوشت که اون پسر جوان اومد گفت آقا اصلا این طرح تمر رو، تمر پستی رو من دادم و ایشون پولش هم به من نداده. درصد کارمون خیلی خراب. ممنونم که شما من رو به اصطلاح لایق میدونید که بیاین تو برنامه و امیدوارم که ازتون یاد بگیریم. مرسی عزیزم. جناب سعیدی، جانم، من میتونم یه مطلبی رو بگم قبل از خدافظی؟ حتما بفرمایید. ببینید انگلستان برای اینکه مستعمره های خودش رو حفظ بکنه، دو دستی چسبیده به نظام پادشاهیش، برای اینکه از طریق این نظامه که اون حاکمیتش در کانادا، در استرالیا و فلان اینها تثبیت میشه بیشتر. ما ایرانی ها هم اونجایی که من عرض کردم، ما یکی از راه‌های مهمترین راه‌های نجاتمون مسئله چنگ انداختن به مسئله پادشاهیه، دقیقاً منظورم همین بود. این ابزار من میشناسم، شاهزاده رضا پهلوی فقط یک ابزاره. این بستگی داره به اندیشه من و توی ایرانی که چطور این ابزار رو درست در جهت خواسته های خودمون به کار بگیریم. و اتفاقا خوشبختانه ایشون هم اونقدر تواضع و اونقدر فروتنی داره که خودش روی حتی به عنوان یه ابزار قرار داده. من خواستم فقط این رو اشاره کرده باشم و بازم از شما تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. خواهش میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ممنون. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای سعیدی بودیم. اگر در رابطه با صحبتهایی که ایشون کردن نظری دارید، پرسشی دارید، حتما مطرح کنید و پاسخ خواهند داد در برنامه‌های آینده. و اما همونجوری که گفتیم، متاسفانه دیروز صبح، یک شنبه صبح ساعت 2 صبح که این دیسکوی در اورلاندو فلوریدا اونجا بودن و مشروب میخوردن و موزیک و رقص و شادی و اینها، هیچ کار سیاسی اینها هم نبوده، یه دیوانه ای رفته با دو تا اسلحه، یکی اسلحه اتوماتیک که بعضیا میگن این اسلحه اتوماتیک رو بردارید. وقت میگیم اتوماتیک، فول اتوماتیک نیست، ولی شما $150 میدی اتوماتیکش میکنی. اینا هم گول خودشون زده. و اول میگفتن 20 نفر کشته، 20 چند نفر زخمی شده، الان معلوم شده 50 نفر کشته، بیش از 50 نفر زخمی و خود اون هم کشته شد. و پدرش هم میگه اصلا این دیوانه بوده و از لحاظ مغزی اشکال داشته و اینها، ولی آیسیس اعتبار این کشت کشتار رو گرفته، چون اونها میخوان ترس و وحشت ایجاد کنن. البته باز سوال بزرگ برمیگرده، اگه آمریکا میخواد جلو اینها رو بگیره، چرا وقتی میگه این روی رادار ما بوده، دوبارم رفتیم باهاش صحبت کردیم، اینها این صحبت ها، این انرژی، این وقت رو بیشتر اینجا نمیذارن، به جای اینکه بکشن بیچاره سرباز رو، نمیدونم ارتشی رو، از اینجا ببرن 10,000 مایل اون برتر توی هوایی که وارد نیستن، توی کشوری که زبونش رو نمیدونن، و اونجا یه کارهای مسخره‌ای که میبینیم 13 سال بیش از 13 سال دارن انجام میدن. و شما به من بگید کدوم کشور بوده که آمریکا رفته داخلش و دموکراسی شده اونجا. این آقای هوشنگ امیراحمدی همیشه میپرسه شما به من یک کشوری نشون بدید که با آمریکا خوب نباشه و وضعش خوب باشه. چین الان زد از آمریکا جلو.
ولی حالا ما از شما می‌پرسیم، شما یک کشوری نشون بدید که آمریکا ادعا کرده که ما میریم اونجا دموکراسی وارد می‌کنیم و دموکراسی که وارد کردن کار می‌کنه. اسم ببرید، مهمان برنامه من باشید. یه دوستی از آلمان زنگ زده، بذارید ببینم خصوصیه یا عمومی هست. بفرمایید. آقای سرپیش هستم، درود بر شما. شما در برنامه معرفی کتابتون گفته بودین اگر کسی میتونه شهامت داره یا همچین کلماتی با آقای احمد علی منصور انصاری در مورد کتابشون صحبت کنه. من اگه یادتون باشه در برنامه قبلا که در تلویزیون شما یک برنامه کوچیکی داشتم، یک سوالی از ایشون کردم که ایشون جواب به من نداد، ولی از طریق شما به من گفت چرا تو زندگی من دخالت میکنی، تو کی هستی که تو زندگی من دخالت کنی. ایشون تو زندگی همه دخالت میکنن. نه سب کنید شهر خانم. اولا خیلی خوشحالم که حالتون خوب شده برگشتید. میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. داشتم با آقای سعیدی ایراد میگرفتم که دوستانی که میان میگن ما میخوایم نیم ساعت یه ساعت برنامه داشته باشیم، اولا آقای سعیدی اینجا فکر نکنه که من فقط به ایشون بودم، یکی از اونها این خانم شهلا خانم بود، قرار گذاشتیم آمدند و رفتند، نوشتند و بهشون هم یه دو تا چی گفتم که شما لطف کنید به اصطلاح هدلاین داشته باشید، سرتیتر داشته باشید که سرتیتر رو که نگاه میکنید یادتون بیاد چی میخوام بگین. ایشون گفت بله و پیشنهاد خوبیه و رفت و اینها. وقتی که آمد به جایی که بگه من سوالم اینه میخوام این رو بپرسم هم مردم در موردش فکر کنن، راجع به کسایی که تو برنامه من بودن صحبت کردن. حالا اون سوالی که شما از آقای احمد علی مسعود انصاری سوال کردید من که یادم نیست، الانم شما میگید من از اون سوال کردم اون جواب نداد، بعد من گفتم چرا تو زندگی شخصی کسی خوش چیز میکنید. اولا اگر شما صادقانه باش فکر کنید، دیدید من میگم اینایی که پابلیک فیگر هستن، حتی منی که پابلیک فیگر هم حساب نمیکنم، حساب نمیشم، چون آمدم تو تلویزیون با پای خودم، کسی دست منو نبسته، زنجیر نکرده، مثل جمهوری اسلامی ننشونده جلو تلویزیون بخوام اعتراف کنم، با پای خودم اومدم با میل و رغبت، قبلش هم میریم نمیدونم ریشمونو میزنیم، حمام هم میریم، لباس تمیزم میپوشیم میایم، یعنی با میل و رغبت میام اینجا. اون وقت به شما حق میدم که در تمام زندگی من دخالت کنی. شما میتونی هر سوالی میخوای از من بپرسی، من روی خط پخش میکنم، ولی من حق دارم به شما پاسخ ندم. این حق منه تو آمریکا. شما چه چیزی رو از آقای انصاری پرسیدی؟ ماجرای نمک خوردن و نمک دون شکستن بوده، چی بوده؟ الان بگو، الان که وقت داری. ما گفتیم راجع به کتاب، اتفاقا دو تا از کتابایی که این دوستمون از کانادا لطف کرده، حالا نمیدونم اسمش بذاریم خرید یا ما گیفت یه نفر دیگر به ایشون دادیم، ایشون هم لطف کرده حمایت کرده، هرچی، دو تا از کتابا کتاب آقای احمدعلی مسعود انصاری بوده. شما بیا بگو تو صفحه فلان گفته که آقای فلانی آمده تو دادگاه قسم خورده، وقتی که زیر قسم بوده، اینجا میگن under oath، زیر قسم بوده 20 تا دروغ گفته، برات 20 تاشو شمرده. شما بگو نه این 19 تا دروغ گفته، بگو 18 تا دروغ گفته. شهلا خانم، دوست نازنین، عزیز من، خواهر گرامی، اینجوری نمیتونید شما به جایی برسید، همون جوری که تا الان نرسیدید. ببینید آقای سعیدی خیلی قشنگ میتونه سیستماتیک بیاد قشنگ یکی یکی کارهای آقای رضا پهلوی رو بگه این کارو خوب کرد، دیدید چجوری نوه خمینی آمد اینجا. منم میگم خون نوه خمینی آمد چی شد؟ یک کسی از خونه باباش قهر کرده آمده اینجا، رفته با دشمن باباش دوست شده، فکر کرده حالا دشمن باباش اینو میکنه نخست وزیر، بعد دیده بابا اصلا امیدی نیست که اینم شاه بشه، اونم سر خر کج کرده رفته ایران. چی شد؟ هر کسی از ایران اومده، آقای اکبر محمدی چی بود اسمش، برادرش کشته شده بود، خدایا، اکبر محمدی، منوچهر محمدی آمد اینجا، رفت با جورج بوش عکس گرفت، رفت پهلو آقای رضا پهلوی وایساد فلان و اینا. چی شد؟ هر کی میاد سعی میکنه بره پهلو آقای رضا پهلوی یه اسم به اصطلاح برای خودش به دست بیاره، یه مقامی به دست بیاره، بعد میبینه نه بابا اصلا از این خبران نیست، به قول شما آقای رضا پهلوی خیلی زرنگه، دومشون میذارن رو کولشون، یکی یکی برمیگردن. پس ایشون کسی رو نداره،
پروگرامی نداره، برنامه نداره، ولی شما در رابطه با آقای احمدعلی مسعود انصاری سوالتون رو خیلی قشنگ بنویسید، بخونید، بگید که سوال من اینه، آقای مثلا احمدعلی مسعود انصاری، شما که از سیستم پادشاهی بدتان می آمد چرا رفتی در کاخ فلانی زندگی کردید؟ ایشون هم میگه بابا من دیپلمات بوده، بعد خانم فرح پهلوی دختر خاله ما رفته با اینا ازدواج کرده، منم 12 سالم بوده رفتم تو کاخ. در صورت منتظر هستم، خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم، بیشتر خوشحال شدم که این پیام رو دارم پخش میکنم. بفرمایید. ولی ما اجازه نداریم سوالی بکنیم یا انتقادی بکنیم. حالا در مورد کتابشون، اول میخواستم راجع به اون نمکی گفته بودن صحبت کنم. از ایشون باید بپرسیم آیا این نمک ها رو که ایشون میخوره، نمکتون رو میشکنه، فقط برای ایشون تو کاخ گذاشتن، تو خونه شاهزاده گذاشتن، تو این جور جاها میذارن نمک؟ ایشون به شما پاسخ داده، میگه من با ویدیوهاش موجود هست، برید بزنید احمدعلی مسعود انصاری نمک و نمکدان، اصلا توی وبسایت خود ما توی صفحه بایگانی هست، شماها دقت نمی کنید. میگه من اصلا به غیر از خدا از هیچ کس نمی ترسم، به غیر از خدا هیچ نمک و نمکدانی باور ندارم، این خدا این نعمات، این نمک، نمیدونم نمکات رو اون به من داده. ببینید دوستان، من میشناسم این دوستانو، باهاشون بزرگ شدم، 20 ساله ما با اینا داریم دست پنجه نرم میکنیم. اون کسی که به قول آقای سعیدی ما رو مأمور کرده، افرادی تربیت شدن، مزدور نیستن ولی فرستاده شدن. ببینید چقدر قشنگ صحبت میکنن، یعنی میاد رو خطت باهات حرف میزنه، توی برنامه میگه البته شما نیستی ولی اونایی که فرستاده شدن مزدور نیستن فلان. آقا بنده اومدم اینجا، رفتم به سهم شما، دوباره کار زندگیم، وقتی وضعم خوب شده احساس غربت کردم، همین که بیام با یه ایرانی صحبت کنم، همین که شهلا خانم از آلمان زنگ بزنه، اون دوستمون از نمیدونم فلان کشور زنگ بزنه، به این خاطر اومدیم اینجا. اینجا که اومدیم قربونه برم آقای سعیدی، من میخواستم برنامه بذارم، موزیک و جوک و شوخی و اینا، همون برنامه که تو رادیو فیرفاکس پابلیک اکسس شنبه صبح ها داشتیم، 2 ساعت محمد علی بود، 14 تای دیگه بودن، آقای بابک یکتافر بود، اینا همه جوک میگفتیم، شوخی میکردیم اینا، بعدش هم میرفتیم بیرون دنبال کار کاسبیمون. شماها اومدید گفتید نظرت راجع به سیاست چیه، و من نظرمو گفتم، فکر کردم اومدیم آمریکا، اومدیم اینجا، 20 سال گذشته، آدم شدیم، به نظر هم دیگه احترام بذاریم. من نظرمو گفتم، گفتم آقا ما مثل هر ایرانی دیگه، صفحه اول کتاب کلاس اول که باز کردیم، آقای رضا شاه بوده و زنش بوده و بچهش بوده، همه ماها شاهپرست بودیم، خودمونم نمیدونستیم برای چی، خود اینا خراب کردن. آقا من یه صفحه کتاب از همین کتابایی که این دوستمون فرستاده نگاه کردم، ورق زدم، فکر کنم اونی بود که از کودتا تا انقلاب 25 سال به اصطلاح دو تا کتاب این دوستمون گرفت، نگذاش من بخونم، نوشته رضا شاه روزی که آمد هیچی نداشت، بعد که خواستن بیرونش کنن از ایران 30-40 هزار نمیدونم قطعه چی میگن این دهات و فلان داشت، اینقدر میلیون دلار بیرون داشت، اینقدر میلیون تومان داخل داشت. آخه این پولا رو برای چی میخواسته؟ بعد وقت خواست بره یه نفر حاضر نشد جلو ماشین بخوابه، بگه باید از رو جنازه من رد بشی، نفر دومی هم بخواد بغل دستش. خوشحال شدن مردم، جشن گرفتن، مردمی که اصلا خبر نداشتن شاه مملکت کیه. شما میدونید بعد از انقلاب تازه رفتن یه جایی با یه کسی مصاحبه کردن، گفتن شاه کیه؟ گفت احمد شاه. گفتن رئیس مملکت کیه؟ نه خمینی رو میشناخت، نه شاه رو میشناخت، نه رضا شاه رو میشناخت، هنوز فکر میکرده احمد شاه شاهه. و احمد شاه گفت چی؟ گفت من میخوام لب و فروشی کنم توی فرانسه، که من نمیدونم توی فرانسه شما لب و فروشی دیدید. بفرمایید شهلا خانم، هنوز سر نمک و نمکدون گیری. آقای احمدعلی مسعود انصاری اولین شخصی هست که نمکی رو خورده، نمکدون رو شکسته؟ اگه اولین شخص بود که ضرب المثل از اینجا درست میشد. چند نفر تو خارج توی ایران دیدیم که توی شرکتی کار میکنن، حقوق میگیرن، زندگی خوبی دارن، بعد میان بیرون گزارش میدن. همین آقای هیتمن اقتصادی اینا استخدام کردن، پول خوبی بهش دادن، حالا اون احساس گناهه باعث شده بر میگرده برای من و شما، میگه که چیکار کرد. میگه که وقتی آمریکا از اسرائیل حمایت میکرد، کشورهای عربی و نفتخیز گفتن که ما چرا با آمریکا دوست باشیم که با دشمنمون دوسته. آقای شاه همین وسط به خاطر کم تجربگی، بی سوادی، کم سوادی تو همه رشته ها وارد نبود، اومد و رفت جلو و گفت به 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 اوپک پاپک پاپک، قیمتو برد بالا، خوشحال اومد، گفت اونام گفتن باشه باش،
شما امروز گرون بفروش، ما چنان ذلیلت میکنیم که تو بیمارستان نیویورک با زنجیر ببندنش، توی بیمارستان دیوونه ها نگهش داشتن. برید بخونید اینجوری پیام گذاشتن. شما بیا مثل آقای سعیدی یه چیزی بگو، من یه چیزی میگم. میگم آقای سعیدی شما داری ضد نقیض میگی، یه بار میگی ماخور رو حیر کردن و فیر کردن و آوردن و مزدور کردن که جنبش پرشور و شر شما رو بخوابونیم. آقا چه جنبشی داشتید شماها؟ اگر ماها نیامده بودیم این میکروفونا در اختیارتون باشه، شما سلطنت طلبا که یا کنسرت بود یا نمیدونم برنامه خرید فروش زمین بود، بریم طرفای لاس وگاس بخریم و آپارتمان بسازیم. برید ببینید چه کار کردن ایرانیا. شما بیا به من یه سلطنت طلبی رو نشون بده که رفته باشه توی یکی از کشورهای یونان. تو یونان جوانای ایرانی دارن تن فروشی میکنن. تو ترکیه شما به من بگو که آقای رضا پهلوی چرا نمیری ترکیه؟ چرا از شماها پول نمیگیره اونجا پناهجوها رو دور خودش جمع کنه، نیرو بخره، نیرو بخره؟ مگه مجاهدین افراد رو نخریدن؟ البته میدونم میگی خب خریدن بعدم در رفتن اونا. نمیدونم، شما که اینقدر بلدی بیا بگو چجوری. شهلا خانم بشنمین، برنامه رو به پایان ببریم. شهلا خانم شما حسن ختام برنامه امروز هست، بفرمایید. خب برای ایشون چرا ایشون نمیره جای دیگه؟ اون شورزار قومه چیه که نمک هرچ اون نمک ها رو بخوره هرچی رو میخواد زگد مال کنه؟ چرا اینطور نمک ها رو میخوره و نمکتون میشکنه؟ این که ول کرده دیگه، با اونا نیست. این سوال شما سوال معفارقه یا اصلا یعنی چی؟ مثل من به شما بگم شما چرا تو آلمان هستی، بلند شو برو مثلا سایبریا، تو سیبری. اصلا کی به خودش این حق رو میده که به یه نفر بگه شما برو اونجا، شما بیا اینجا؟ شما میدونستی این تنها کسی بودی که میخواست برگرده ایران تو همه این سلطنت طلبا که بعد همه بهش گفتن آقا دیوونه هستی؟ و این سوالای اینجوری مثل اینه که بعضیا میگن آقا شما اگه طرفدار فلان هستی چرا تو این کشور هستی، برو کوبا. خیلی ها دلشون میخواد برن کوبا، راهشون نمیدن. نکن این کارا شهلا خانم، درست بیا منطقی صحبت کن و مردم ببینن شما سلطنت طلبا، شما طرفداران پادشاهی، طرفداران پادشاهی پارلمانی چقدر منطق قوی، چقدر با ثبات، چقدر تاریخو میدونید. حالا اینکه ما میگیم آقا چجوری تو 16 سال یک کسی که تو خونه اجاره‌ای مینشسته یه دفعه اینجوری پولدار میشه؟ چجوری یه نفر فرار میکنه از ایران وقتی میره اونجا به خانم ثریا همسرش میگی که بیا این جواهرات بفروشیم بریم توی آمریکا یه بیزینس راه بندازیم؟ نه اینکه من برم یه پیتزا فروشی باز کنم، ها یه بیزینس راه بندازم. و شما میگی خب دیگه حالا شاه بوده، میگیم بابا 37 سال شاه بوده، حقوق شاه در ایران کی میدونه چند بوده؟ اینجا 400 هزار دلاره حقوق رئیس جمهور، 200 هزار دلار بود وقتی من اومدم، کلی زدم تو سر خودشون دو برابرش کردن 400 هزار دلار. تکس هم میده به قول اون دوستمون خانم گیتی کاوه، گفت اینجا ماجرای تکس و اینها درسته یکم میشه زیر بالا کنی، یه روز ساندویچ خوردی با دوستت بعد بگی رفتم درباره بیزینس صحبت کردم، ولی دیگه نمیتونی بیشتر. و خودشونو میگیرن، میدونی شما آل کاپونه توی آمریکا نتونستن از لحاظ جنایی به اصطلاح به دادگاه ببرنش، از لحاظ تکس مالیات به دادگاه بردنش. بشنوی. و در مورد کتابش، اگر ایشون حاضرن کتابو مجانی من به شما آدرس بدم برای من بفرستن، من میخونم، انتقادم میکنم، و چون مجانی به من میدن قانونا نباید ازشون انتقاد کنم، ولی من میخوام این نمکو بخورم و نمکشونو بشکنم، یعنی انتقاد خودم رو شدیدن از ایشون بکنم. الان دیگه یه کمی داره حضورم خود میشه، ببخشید من قد. شما 2 دقیقه صحبت نکردی، 1 دقیقه و 35 ثانیه صحبت کردی، 3 بار راجع به نمک و نمکدون گفتی، آخرشم ببخشید عذر میخوام مفت خور بودن سلطنت طلبا رو نشون دادی که این کتابو اگه برای من مفتی بفرسه من میخونم، بعدم خودتون بلا فاصله ضد نقیض گفتنتون اینجاست، میگید چون مجانی برای من میفرسه حق انتقاد ندارم. من تمام کتابایی که اینجا دارم نویسنده‌اش مجانی برای من فرستادن، چجوری به خودم اجازه میدم انتقاد میکنم؟ و اصلا انتقاد کردن از کتاب یه شغلیه. نمونهش آقای سهراب چمنارا، کتابشون و اینا رو همه برای من مجانی فرستادن، من میخونم انتقاد میکنم، اونم با شامت میاد پاسخ میده. شهلا خانم سیستمت غلط، سیستم برنامه گذاشتن در رادیو تلویزیون صحبت کردن غلط. شما هی گیر بدی حالا چرا این رفت کاخ ایران؟ بابا ازدواجی بوده، بچه بوده، 12 سالش بوده رفته، من چه میدونم؟ از خودش بپرس. بعد شما میگی کتابش برام بفرست من انتقاد کنم، همون موقع میگی که نه نفرست چون من نمیتونم انتقاد کنم.
روز روزگار بر شما دوستان خوب و خوش و سلامت باشید. چهارشنبه با شما خواهیم بود. چهارشنبه آقای مینویی هم با شما هستن، آقای یزدان خداوندلو هم با شما خواهند بود و برنامه ها رو اینجوری دنبال میکنیم. آقای شبستری، بعد از من برنامه آقای شبستری، آقای مینویی، آقای یزدان خداوندلو، بعد آوا، بعد ببخشید کیان ایران، رادیو کیان ایران برنامه امروزشون رو براتون پخش می‌کنه. رادیو کیان ایران توی سوئد هستن، سرهنگ کیومرس فرهومند، برنامه خوبی داره، اونم از هر دری سخنی و اینها. دوست دارم یه روزی نشون بدم به اون دوستان که وقتی برنامه آقای سرهنگ فرهومند رو میذارم روی یوتیوب، ببینه چند بار یوتیوب بهمون اختار میده. وقت به من توی مهمونی میگفتن شما موزیک بذار، میگم بیا، شما میگی من وقت ندارم، شما برو به من بگو روز چهارشنبه من چه موزیکی بذارم. حتی اگر بری ببینی که اوکی چهارشنبه من یه موزیکی بذارم، بعد میبینی اتفاق افتاده، یکی یه جا کشته شده، حالا دیگه این موزیک مناسبتی نداره، پس باید تغییرش بدی. دوست عزیز، به این سادگی نیست که شما تلویزیونای ایرانی رو که همه بی پول، کم پول، فقط یه عشق علاقه‌ای دارن یا دیوانه هستن، مشنگن مثل من، اینا رو مقایسه کنی با تلویزیون های سی ان ان. شما خود تلویزیون سی ان ان رو نگاه کن، الان شده 4 ساعت تکرار برنامه. بعد خود تلویزیون های آمریکایی میگه که ما ایونینگ نیوز یا خبرهای شامگاهیمون یه چیزای مسخره شده که نمیدونم بچه فلانی اینجوری میپره تو استخ، اون یکی اینجوری میکنه. یه مدت یکیش این بود که کلاگیس شعر خواننده پیدا شده، این بریکینگ نیوز. بریکینگ نیوز مثل ما میگه فوق العاده، خبر فوق العاده اینجوری. دوستان عزیز در فیسبوک هم ممنونم از شما، خداحافظی میکنم، اینو میبندم، ببخشید. و در تلویزیون مردم شما هم میتونید برنامه داشته باشید. اینم نشونتون میدم که اگر یه وقت حرف من رو با گوشتون نمیشنوید، اقلا این پایین بتونید بخونید. روز روزگار بر شما خوش. مرسی که با ما بود.